دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که روزهای یا اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتر در انتظارتون باشه. قبل از برنامه من، برنامه کانون آوا بود. متاسفانه با خبر شدیم که مادر آقای مصطفی بهشتی به اصطلاح فوت شدن و امیدواریم که این خبر یه جوری به گوش این بنده خدا در آلبانی برسه و تصمیم بگیره که این کاری رو که انجام دادن، البته این بنده خدا به دنبال کار رفتن ترکیه، از ترکیه به اونجا کشیده شدن. حالا شما ببینید یه سازمانی چقدر بدبخت باشه، ذلیل باشه که به مردم دروغ بگه. اینجا دولت آمریکا یه مدتی مشکل داشت و به سربازایی که میخواست استخدام کنه، چون اینجا سربازی اجباری نیست، بعد از اون کثافت بازی‌های دوره ویتنام و اینها که درافت و انجام وظیفه، خدمت وظیفه هرچی بوده، که این غلطه، اصلا خدمت که وظیفه نمیشه، وظیفه جداست، خدمت جداست. اینها الان استخدامی شدن، شما میری استخدامت میکنن برای 3 سال، 8 سال، 5 سال، هرچی و الاخر. یه دفعه دیدن که اینایی که میخوان افراد رو جذب کنن دارن دروغ میگن، وعد و وعیدهایی میدن که جلوشی گرفتن و قانونیش کردن و اینها، ولی سازمان مجاهدین هیچ چیزی نیست. دیدم اتفاقا در برنامه قبلی این دوستمون آقای اکبری نوشت که من نمیدونم این سازمان های حقوق بشر کجا هستن که یک شخص، یه زن بیوه، یه بار نه صد بار بیوه، اینجوری این آدم ها رو اسیر کرده، نگه داشته بدون هدف، بدون برنامه و اینها، و چه خواهد شد. این دوربینی که ما اینجا داریم کنونه و یادم اولا که داشت خریدیم 4000 دلار، خیلی خوشحال بودیم که ریموت کنترل داره، از اینجا میزدیم میومد جلو میرفت، این برمور نمیشد ولی به اصطلاح کارهای انجام میداد. حالا ریموتش اون بالاست، توی کیفشه. من با یه چوب اینجوری گاهی وقتی این دوربینو میگیرم اینجوری میکنم یا صافش میکنم، اینم حساسیت. بعض وقتا این ریموت های قدیمی بهتره، هم میشه باهاش کار دوربین انجام داد، هم اگه پشتت شروع کرد به خاریدن میتونی با این بخارونیش. حالا دیگه امیدواریم جای دیگه تون نخاره که وسط برنامه با اشکال مواجه بشی. خب از هفته قبل جمعه که من برنامه داشتم تا امروز که جمعه هست، خیلی اتفاقات زیادی افتاده. مهمترینش، چون بیشترین بیننده رو داشت، بازی سوپربال بود یا فوتبال آمریکایی نهایی که بین دو تا تیم 49ers سان فرانسیسکو بود و یکی دیگه مال کانزاس سیتی، که آقای ترامپ هم بعدن اشتباه کرد. این اصلا به غیر از اینکه جغرافیش خوب نیست، هیچیش خوب نیست، هیچ درسی نخونده. به همین خاطر مثل شاه، که شما اگه بخوای ببینی چه سالی از اون مدرسه سوئیس فارغ التحصیل شده که نشده، ریز نمراتش چی بوده که نمیدن، اینم اینجوریه. اونی که افتخار میکنه میگه من فلان موقع اینجا بودم. دیروز یه نفر از احتمالا شیرازیه نوشته بود که کاکو شما مدرسه حکمت میرفتی؟ نوشتم نه، بنده دبیرستان احمدی میرفتم، فلکه خاتون، بعدشم رفتم مدرسه هنرستان محمد رضا شاه. و اینجوری با افتخار میگه کجا بودم. ولی شما برنامه من اگه نگاه کنید، سال 2006 بود، یه مسابقه داشتم با حخا، این فتولا یزدی دیوانه، و بهش گفتم خب آقا شما میگی دکتر هستی، 28 تام شغل داری از زمین و هوا و آسمون و دریا، شما کجا فارغ التحصیل شدی؟ گفت من یه برنامه داشتم با آقای شمیرانی، شما برو از ایشون سوال کن. گفتم آقا، میگفتن دوز حاضر، بزم حاضر، حالا مجری حاضر، خرم حاضر، خب بگو کجا بودی. بلند شد رفت. اون برنامه هم دیدنی، اینا رو پیدا کنم. بعضی وقتا اون برنامه ها رو بذاریم درباره صحبت کنیم، خیلی بهتره تا بشینیم وقتی که نمیدونیم راجع به اوضاع و احوال صحبت کنیم. دیروز برنامه این دوستان کمونیست کارگری، من نمیدونم اینا میگی کارگری، بعد بهش میگه آ شما بیل زدی، میگه نه آقا دکترم کارگره، مهندسم کارگره. میگیم خب پس چرا دیگه میگید کارگری؟ اگه همه کارگرن، اگه همه انسانن، که دیگه نباید بگید حزب انسانی. من نمیفهمم. بعد نوشتم که آقا همه این چیزایی که شما میگید درست، آقا حمید تقوی هست و چند تای دیگه هستن اینها، خب چرا شما نمیرید ایران اگه همه منتظر شما هستن؟ بعد یه نفر امروز نوشته که آقا شما میخواین اینها برن کشته بشن. میگم آقا من به هیچ کس
نگفتم چی کار کن. اینا که میگن آخوندا نابود شدن از بین رفتن، الان دهه زجر، هیچ کس رو نمیتونن بیارن، صد هزار تا رو به ضرب شلاق و به شوق ساندیس و اینا آوردن. خب آقا اون باقی 80 و نمیدونم چند میلیون نفر اگه طرفدار شما هستن، شماها خیلی آدمای بدی هستین، آدمای احمقی هستین که به خواست مردم بله نمیگید و نمیرید اونجا. ولی اون آقای نوشت شما میخواهید اینها برون ایران کشته شون. گفتم و احمق، مگه خمینی و داره دستش نیومدن؟ میگه نه، اونها حمایت ارتش رو داشتن. گفتم یه بار دیگه بلندتر بگو، پس شما حمایت ارتش رو ندارین، حمایت سپاه رو ندارین؟ اینایی که هی دروغ میگین، از شهرام و همایون گرفته تا نوریزاده گرفته تا هر الدنگی گرفته، هی میگه ما هر روز با سپاه اونم با رده های بالاش در تماسیم، گذاشتنتون سر کار. آقا تلفن میزنن بهتون میگن نمیدونم سردار فلانی هستن اونجا، صداتون رو ضبط میکنن، میخندن. من چند مدت پیش یه نفر زنگ زد گفت آقا من نمیدونم مدیر قسمت ایرانی بی بی سی هستم، میخوام شما رو استخدام کنیم اینا. گفتم من با اسکایپ با شما صحبت میکنم و ضبطشم میکنم، خداحافظ. ولی برید ببینید چه کسایی تو دام این پرانک میگن، فون پرانک. اون وقت هم اینجا بود، این آمریکایی هم دست کمی از ما نداره، یه کمی مشنگه. بله، میگه رضا پهلوی هم به فوتبال آمریکایی علاقه داره. رضا پهلوی خداییش اگر بدبخت تو خانواده دنیا نیومده بود، شاید ورزشکار خوبی هم میشد، چون بچه که بود فوتبال ایرانی، همین مانوک خدابخشیان، بزرگترین افتخارش تو زندگی این بود که تو زمینی که بازی میکردن اونجا گزارشگر بود. خب چه ربطی داره حالا میمدی این مزخرفا رو میگفتی، از 40 سال گذشته و 40 سال آینده خبر داشتی ولی از خودت خبر نداشتی. در هر صورت این فوتبال، آقای فرهاد خان اینجا انقدر تبلیغ میکنن که شما اصلا اون روز تو خیابون که میری هیچ کس تو خیابون نیست. بعضی مغازه‌ها دیگه بستن، میگن ما باز باشیم برای چی؟ همه از دیروز چی خریدن بردن خونه، مهمونی و دعوت و فلان اینها. و اگه یادتون باشه یه دفعه اون بوش در حال تماشای فوتبال داشت خفه میشد، چیپس و حالا یا آبجو یا هر چی خورده بود، نوشابه خورده بود، تو گلوش گیر کرده بود و داشت خفه میشد و گذشت. برگردیم، خیلی ممنون که شما گفتی من برگردم. این مهمترینش فوتبال. بعد دوشنبه و چهارشنبه مجلس یا مجلسین بود، مجلس بود مجلس سنا که رأی بدن. حالا که دوستان دقت کنید، حالا که مجلس نمایندگان کنگره، که میشه بگید کنگره، کونشون گره خون، کنگره استیضاح کرده و به تصویب رسید، حالا سنا مهر تایید رو این میزنه، این کانویکت میشه به اصطلاح، یا نه یا تبرئه میشه. حالا سنا مثل اینه که شما میری دادگاه به عنوان جوری، هیئت منصفه، نشستی اونجا و میارن میگن که آقا این طرف میاد از اینجا رد میشه، شباب بوق میزنه، مست میکنه، فلان میکنه، این کارها رو غیرقانونی انجام میده. بعد بعضیا میگن خب آقا حالا این کارا رو که انجام داده مثل کسی نیست که زده باشه کسی رو کشته باشه و اینا، ولش کنید، حالا که دیگه چند مدت هم اومد دادگاه و رفت، ما میدونیم کارش خلاف بوده ولی نمیندازیمش بیرون از وایت هاوس. آقا خانم، 100 نفر مجلس سنا، سناتورا 100 تاشون گفتن کاری که ترامپ کرده خلاف بوده، درست نبوده، از لحاظ سیاسی درست نبوده، ولی انقدر بد نبوده که ما وسط سال انتخابات بندازیمش بیرون. که یکی بگه خب احمقا، بالاخره هر رئیس جمهوری هر وقت فکر کنی یا امسال انتخاب میشه یا سال دیگه انتخاب میشه یا وسط انتخابات قبلیه یا وسط انتخابات بعدیه، بمانه. برمیگردیم به این که ترامپ مثل رجوی، اینایی که سواد کمی دارن، یه جورایی یه قدرتی دارن که میتونن فرقه درست کنن و افراد با سواد، دانا، با سابقای خوب رو هم گرفتار کنن. طرف اومد گفت آقا این دیگه سازمان، این حزب جمهوری خواه، حزب جمهوری خواه مردم آمریکا نیست، این فرقه ترامپه و ترامپ به این اعضای فرقه هر چی بگه
دلاشو راست راست میشینی بشی، من پا بزنم رو کمرت برم، اینا میگن باش. و حالا ببینیم باز این غیرتمندایی مثل میترامنی کسیه که این مذهبی که داره، مذهب مورمنا، اینا وایساد گریه کرد جلوی دوربین مجلس، گفت که من اول، حالا شما همتون میگین به قانون اساسی فلان اینا، من اول به دین و مذهبم تعهد دارم، به خدا تعهد دارم و در برابر خدا میدونم که این مردک به اصطلاح خاطیه و گیلتی یعنی گناهکار، یعنی اون چیزی که شما میگین، اون اتهامی که به این زدین، بله من موافقم که این انجام داده بر اساس شواهد و دلایل. بگذاریم، ساندیس تو ایران نیست، به جاش رانی در آمده. دیدم نوشابه های مختلف چه رنگایی هم، انگار هر کدومشون تو خونه خودشون اینا رو آب جوهر و اینا درست میکنن و بماند. این هم از این ماجرا. و روز دوشنبه و چهارشنبه اینها حرف میزدن. وسط این روز باز یکی از مهمترین اتفاقاتی که در آمریکا میفته و اینا همش باید تغییر پیدا کنه، اینا غلطه، این ماجرای State of the Union این بوده که سال قبل که تموم میشه، اولین ماه سال، رئیس جمهور میاد بیلان سال گذشته رو به مجلسین میده. حالا تبدیل شده به تبلیغ کارهای خودش، مثل اینکه شما توی شرکتی کار کنی، به جای اینکه بیای بگی که من این کاری که کردم اینجاش درست بوده، اینجاش خراب بوده، اینقدر پول خرج کردم فلان اینا، بیای فقط تبلیغ، اونم تبلیغای دروغ. ولی خیلی مهمه، اولی که ترامپ اومد، چون یه آدمیه که نمیتونه خودش کنترل کنه، سیاستمدارا یکی از محاسنشون با همه معایبی که دارن اینه که میتونن خودشون کنترل کنن. مثلا اگه شما تو خیابون حتی فوشش هم بدی، بهت لبخند میزنه، میگه حتما یادت باشه به من رای بده. این کنترل میخواد، و اینا آدمای معمولی عصبانی میشن. ترامپ از آدمای معمولی خیلی پایین‌تره، این یه شخص مریضه. دیشب ثابت شد که این اصلا تو زندگیش معنی عشق، دوستی، مهر، محبت رو نفهمیده، نه از مادرش، نه از پدرش، نه از زنای تاق و جفتی که داشته، و نه از فامیلش. برید نگاه کنید برنامه این آقای لارنس اودانل، فکر کنم باشه Last Word، آخرین کلمه، چون دوستان ایرانی هر کدومشون برنامه دارن، همه‌شون اسمای دزدیه از برنامه‌های تلویزیون آمریکایی. تنها کسی که ساده آمده میگه سوربی با مردم، این منم که بعد یه چند تام کپی کردم، مثل اون خانم زینی و زینب نمیدونم کیه، و اونم اسم خودش گذاشته با مردم. حالا امیدوارم اونم با مردم باشه. در هر صورت روز سه‌شنبه State of the Union بود که میان 70-80 دقیقه یا 60 دقیقه حرف میزنن، 20 دقیقه اینا هم مثل کسی که تو شلوارش خرابی کرده بلند میشه جابجا بشه، یا به قول آمریکایی‌ها نشستن رو تخمشون بلند میشن، تق 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 دست میزنن و میشینن و اینها. اگر دقت کنید از اولش، چون این آمد و نمیتونه خودشو کنترل کنه طبق قانون و طبق آخه یه سیار قانونیه، یه چیزای طبق مرام و معرفت مذهبی، ما تو ایران داریم میگیم که هم اینجا میگن مورالی و لیگالی، اونجا میگن عرف و بمانه، قاطی کردیم اونو یادون رفت، اینم یادون رفت. میاد نوشته خودش رو که حالا از صبح هم دادن به مجلس، از دیروز دادن به مجلس و اینها، باز به اصطلاح فرمالیته که اونا کلمه خارجی، میاد میده به نخست وزیر، به معاونش و به رئیس مجلس که نشستن پشت سرش عین وزیر دست چپ و دست راست. و جا داره که یادتون باشه اگه این ترامپ و این نخست وزیر عقب افتادش اینا توی هواپیما سقوط کنن، خانم نانسی پلوسی، اون موقع دوره بوش هم اون آقای نوت گینگریچ بود، احتمالاً آقای فردی یزدانی هم با ما بود وقتی نوت گینگریچ رو میدیدیم که داشت محاکمه کلینتون رو میکرد که چرا این رفته دختر بازی، خودش با سکرترش زن بازی و اینها، که بعدم زنش رو طلاق داد و با اون رفت و اینها. خلاصه اون موقع اون بود نفر سوم این مملکت. این وقتی آمد این کاغذ رو داد، این پاکت رو میدن، معمولا با این دست هم دست میدن. یکم هم میشه گفت اشکال نانسی بود
که وقتی دست داد باید اینو با دست چپ میگرفت با دست راست دست میداد، ولی معلوم شد که این اصلا برنامه داشت که دست نده، چون نانسی پلوسی دستش دراز کرد اینجوری کرد رفت. مثل بچه ها میدونی که به این میگن cry baby یا crying baby، یعنی بچه‌ای که در حال گریه کردن همش. خلاصه این کارو کرد، از اولش رفت توی اینجا میگن رفت زیر پوستش، رفت زیر پوست این خانم نانسی. خانم نانسی هم از اولی که نشسته بود انگار که رفته رستوران، اینم اینجا یه رستورانی هست بهش میگن چیز کیک فکتوری و این خیلی منیوش بزرگه مثل یه دفترچه است، اینم هی این کاغذها رو این ور اون ور میکرد و اینها، و تو فکرش بود که اینو پاره کنه. آخر کار این تصمیم نگرفت، حالا دقت کنید، و من دیدم گاهی وقتی اینو میاره بالا اینجوری میکنه، گاهی وقتی میبره پایین زیر میز و اینها. بعدن دیروز معلوم شد که این کاغذو وقتی که میبرده پایین میز اینجا بغلش رو یه چاک کوچولو میداده. چرا؟ که بعدن اینا که دو سه تا رو هم قرار میگیره، اینم خب خانم نازک چی میگن نازک نارنجی نمیخواسته این مقوا رو پاره کنه، نمیدونم دستی زخم بشه و اینها، اینا رو چاک داده بوده که عکساش هم دیشب چیز شد. خلاصه یکی از مهمترین استیت آف دی یونیون بود با این دروغای مکرری که گفت، و اون شب من متوجه نشدیم، گفتم این دموکرات‌ها اونجا دارن داد میزنن چی میگن. بعدن دیروز که دقت کردم دیدم میگن HR3. این آمد با شور و هیجان گفت من دنبال این هستم که کارهای بیمرم درست کنم، قیمت‌ها رو بیارم پایین. اونا از اونجا فریاد زدن HR3 یعنی House Resolution، یعنی قطعنامه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده و مونده دست سنا، سنای کوفتی که خانمش وزیره، همون ماجرای کثافت کاری هایی که با چین و اینها معاملاتی که کرده بودن و نبیتیزم یعنی موقعی که فامیلای خودشونو میذارن سر کار و اینها. و این خانم من از قدیم میشناسم، اون موقع آقای یزدانی ایشون وزیر جورج بوش بود و می اومد توی همون کاتولیک یونیورسیتی، جزو یکی از سخنرانای گریجویشن های بود که من و شما هم عکس می گرفتیم و فیلم می گرفتیم. در هر صورت این مردک به اصطلاح تصویب کنه و تصویب نکرده و دروغ میگه، میگه ما دیوار رو کشیدیم دیگه، حالا دیوار که درو تموم میشه. همین هفته پیش یه قسمت از دیوار باد اومده افتاده روی درختای مرز مکزیک. آمریکایی‌ها مسخره میکردن، گفتن نگاه کن این درخت ها رو، این دیواره رو مکزیکی‌ها نساخت افتاد، حالا برید مکزیکی‌ها رو بیارید دیوار رو صاف کنید. یه نفر لینک اون دیواری رو که افتاده بذاره اینجا که دوستان توی فیسبوک ببینن. خیلی از دوستان میگن که خب آقا شما این چیزا رو هی میگی توی فیسبوک ببینن، برای مایی که از یوتیوب میبینیم چی، برای مایی که فیسبوک نداریم چی؟ ببین دوست عزیز، شما نمیتونی به همه بگی که من پام درد میکنه شما یواش برید تا من برسم بهتون. اون دوره اون زمان گذشته. شما اگه پاد درد میکنه باید یه چرخی، یک عصایی، یک کسی رو استخدام کنی سوارت کنه برسی به دیگران. راه رسیدن به دیگران یکی این فیسبوک. فیسبوکی که همه اونایی که رسیدن به فکر اینن که یه جور ببندنش در برن. چه باید کرد؟ من نمیدونم. خبر خوب این که امروز آقای لادن ساعت 3 بعد از ظهر با من و شما خواهند بود و درباره انتخابات ایران صحبت خواهند کرد. آقای لادن باورش اینه که رأی دادن با انتخاب کردن فرق میکنه. خیلی ها پرسیدن آقا چیه؟ دفعه قبل ایشون یه مقدار توضیح داد، باز میخوایم که ایشون بیشتر توضیح بده. میگه که دو هفته پیش ترامپ به خودش گفت زنازاده. خب اون قسمت های زنازاده و اینا رو خیلی شما چی نکنید، چون اصلا این یه چیزیه که بالاخره حالا دوتا جانور چسبیدن به هم، این جانور سوم دنیا اومده. زنازاده و اینها یعنی چی؟ یعنی پول ندادن به یه کشیشی براشون چیز بخونه. ولی از این که این کلن از پدری هست که این پدر KKK کوکلوس کلان هست، برید ببینید اینها سابقهش هست، بعد پدر شالاتانی که نمیدونم اصلا اصلشون جرمن مال آلمانه، ولی نمیدونم چجوری این
پدر پولدار شده یا نه و اینا، احتمال زیاد 99% کلاهبرداری. بله خیلی ممنون. این سعید اگه نباشه ما چیکار خواهیم کرد؟ اگه باها دوام بشه میگم حالا اگه سعید نباشه ما با پای برهنه بخوام، ولی خب تا هستی قدرتو میدون. گفت تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. قدر دوستاتونو بدون. نوشته part of new california border fence weren't yet anchor. انکر و انکتی درستش میکنن اینا. انکر به چیزم میگن، مثل که اون قلاب ماهی چی میگن، لنگر ماهی که میندازن، و نمیدونم همین اسپل هست که برای رادیو تلویزیون هم گوینده رو میگن یا نه، هیچ کاری نداره. من گاهی وقتا فکر میکنم که ما این همه سال تو ایران بودیم و مدرسه رفتیم، همه فارسی رو یاد نگرفتیم، بعدم اومدیم اینجا سنمون هم بالا بود، یک چند تا انگلیسی که یاد گرفتیم، خوشحال شدیم که مشکلات روزمره رو حل میکنیم و میگذاریم، دیگه تو همون ساعت موندیم. ولی یادتون باشه سعی کنید روزی یه مقاله کوچیک، روزی یه کتابی، یه صفحه‌ای، روزنامه، چیزی رو بخونید تا در رابطه با جریانات روز کلمات جدیدی هم یاد بگیریم. مثلا همین کوید پرو کود یا یه چیزی بده یه چیزی بگیر، چیزی در مقابل چیزی دیگر، خود آمریکایی هم نمیدونستن. خیلی کلمه های دیگه هست، پلانتروپی چی میشه، این که یعنی کارهای خیر و اینا. اینا وقتی میگن من میفهمم، ولی وقتی میخوام بگم نمیتونم پیداش کنم. این عدم تمرینه، وقتی تمرین نکنیم کلمه ها یادمون میره. در هر صورت اینم از این ممنونم، متشکرم. میگه آخرین دست گل آقای نوریزاده آوردن شخصی به نام علیرضا ساسانیان، ساسانیان از عوالم گذشته رژیم و مخالفین حال است که حسابی نوریزاده را سرگار گذاشته بود که اصلا روحانی پسر خودش را کشته و گفته خودکشی کرده. یکی از دوستان آن مرحوم تماس گرفت و گفت آقای نوریزاده ایشان شما را دست انداخته. یه مجری معتادی هم هست، این بها هم میگه نگو معتاد، آقا بگیمش معتاد بلکه بره ترک کنه. یه مجری معتادی هم هست که اینجا بوده بعد رفته چیز، اونم هی میگه که این روحانی پسر خودشو کشته. البته بعضیا باور دارن افرادی مثل روحانی، مثل اون رضایی، اینا با کارایی که کردن باعث شدن بچه‌هاشون حالا یا کشته بشه یا اینا دست نشدن. اینا من نمیدونم، من وقتی نباشم ندونم میگم نبودم نه. من حتی یه جایی بودم راجع به این کودتای قاسم سلیمانی، میدونید که چند هفته بود صحبت شده، ولی یه نفر داشت با شور و هیجان میگفت، من یعنی به این نجه رسیدم که اگه خودش حاضر بیاد بگه ما بیاریم بگیم، و الا نه. گویا میگن قاسم سلیمانی پشت پرده با آمریکایی‌ها میخواستن کودتا کنن، که حالا دیگه اونم رفتش و این پشت سر مرده صحبت نکنیم. خیلی جالبه این دوستان شاه اللهی وقتی یه چیزی میاد، یه مدرکی میاد بیرون، طرف میگه آهای سربی شاه مرد و رفت دیگه پشت سر مرده صحبت نکن. میگن به یه شب شما قول بدی پشت سر نادرشاه صحبت نکنی، پشت سر کوروش صحبت نکنی، پشت سر داریوش صحبت نکنی، پشت سر بابات اگه مرده صحبت نکنی، پشت سر خمینی که مرده صحبت نکنی، پشت سر هیتلر صحبت نکنی. دومشونو میذارن لای پاشونو میرن. چرا بعضی ها میگن دومو میذارن لای پا، بعضی ها میگن دومشو گذاش رو پشتش بره. عقرب دومش رو میذاره رو پشتش. سگ و حیوانای دیگه‌ای که دم دارن وقتی میترسن دمشون رو میبرن وسط پاشون، چرا نمیدونم. اگه میخواین بگید کسی ترسید و رفت، باید بگید دمشو گذاشت لای پاهاشو رفت. اینم از این. خب آقای کابوسی آمد اینجا، خیلی ممنونم. امروز یه ویدیو خیلی زشتی فرستاده بود، نوشتم آقا این دیگه خیلی ترسناکه. ویدیوهای قشنگی میفرسته گهگاه، و شما میدونید اون روزم تو برنامه گفتم آقای کاووسی از اولین روزی که به اصطلاح میتونن افراد تماس بگیرن با تلویزیون ها، چه با تلفن، چه با ایمیل، چه با فیسبوک و اینها، هر کسی رو ما آوردیم تو برنامه ایشون ایراد گرفته. از آقای دکتر صدارت که اصلا مغازه ما رو تعطیل کرد، دکتر صدارت هیچ وقت به ما یه پنی هم پول نداده بود به گواهی خودش، و آمد اینجا ما برنامه ها رو هم یادش دادیم، روی کامپیوترش هم گذاشتیم، و بعد که رفت نگو آقا حالا که چون برنامه رو یاد گرفتم روی کامپیوترمه و ما همش دنبال پول هستیم، ایشون هم یکی از همون چپاست دنبال پول هستیم، بهانه کرد این سعید کاووسی رو که سعید کاووسی به من بی احترامی کرده و شما از من توهین نکرد، از من دفاع نکردید.
گفتم مگه شما عقب افتاده هستین؟ خدای نکرده که من ازتون دفاع کنم یا من وکیلم ازتون دفاع کنم، خودتون زبون دارید اینقدر از خودتون دفاع کنید. یکی سعید کاووسیه که از هر کسی ما میاریم ایراد میگیره، یکی خانم لیلا میلانی. خانم لیلا میلانی حتی از ویدیوی آقای انصاری که ایشون یه ویدیوی درست کرده، مصاحبه کرده با چی گلواژه، نمیدونم یه تلویزیون اینجوری، و من اتفاقا ویدیو رو نگاه کردم، برای شما میذارم تا دو سه روز حداقل 4 روز میذارم توی این. بله گفت که چیزایی که گفته اونایی که تو 12 تا برنامه با من و 2 تا برنامه هم قبلش با کامران عطابکی گفته، برای من یه مقداری تکراری بود و من گوش ندادم. وقتی برای ایشون نوشتم این همونه، گفت نه آخراش راجع به جریانات اخیر هست که همون شورای گذار و شورای ملی و از این شورای عقب افتاده که یکی پس از دیگری توسط افراد مختلف درست شد و به هیچ جا نرسید. یکیش همون شورایی که گفتن میخوایم بریم رفراندوم انتخابات بزنیم تو ایران، بلند شدن 400-500 نفر رفتن فرانسه، همه به این امید که در آینده شغلی داشته باشن یا از این نمد برای خودشون کلاهی بسازن و اینها. دیدیم که ای بابا اینا تو انتخابات خودشون توی مجلس کوچولو تقلب کردن و گندش بالا اومد و این برعلیه اون برعلیه اون همه گفتن و پاشیده شد و رفت و اینا. آقای انصاری توی این راجب شهریار آهی میگه، راجب محسن سازگارا میگه، و جالبه خانم لیلا میلانی آمد و حمله کرد و نوشت نه اینها دیگه تکراری شد و اینها. اجازه بدید. بله میگه که این داستان ها دیگه بچه ها هم حوصله شنیدنش ندارم. بچه ها این شما دوم شخص، سوم شخص، مفرد، جمع، اینا رو کاکزون کیا کیا یک کمی رعایت کن. این داستان ها من نمیدونم منظور داستان های منه یا آقا اینجا دارن این داستان رو میگن. شما وقتی میزنی یک کانال داره پخش میکنه کارتون بچه ها، وقتی نمیخوای میزنی یک کانال دیگه، زنگ نمیزنی به کارتون بچه ها بگی آقا چه این کارتون بچه ها چیه نشون میدی، کشت و کشتار نشون بده، عوض کنید. خیلی خوشحالم که شما الان اومدی، چون الان میخوام بهتون نشون بدم. به خانم لیلا میلانی وقتی که آمد و این نوشته رو نوشت که عکس گرفتم، چون این دوستان وقتی براشون مینیسی بعد پاک میکنن و اینها، عکس گرفتم اگه بتونم بهتون نشون بدم. لیلا میلانی، بله نگاه کنید دوستان این عکس رو من اینجا بهتون اینجوری نشون میدم. فعلا شاید هم بتونم ببرمش توی خود لیلا میلانی پلیر 2. بله آمد اینجا پلیر 2. نمیدونم میتونید بخونید نمیتونید بخونید اینها، ولی من براتون میخونم، شما هم قبول کنید که ما داریم در امانت، در امانت داری به اصطلاح خیانت نمی کنیم. اون بالا ویدیویی که میبینید لباس آقای لادن هم معلومه، نوشته مردم ستمگر را شناسایی کردن، هم شاه و هم شیخ، چون بعدم شعار دادن ننگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. خانم لیلا میلانی اینجا نوشته که نه مثل که با این بهتره بهتون نشون بدم، میتونید اقلا بخونید و میتونم بزرگ کوچیکش کنم یک کمی. بله این کجاست اون کجاست؟ بله کامرای 3 این بهتر شد فکر کنم. آره حالا من بزرگتر میکنم براتون، قسمتاشو بهتر بشه و اینها. نمیدونیم قبل از اینکه رشون بدیم چی میشه. این بالا رو نگاه کنید، خانم لیلا میلانی نوشته در دورانی که همه چی، غلطم نوشته همه چی رو، نوشته همچی، یا میتونیم بگیم همچین خیلی سریع میگذره، چقدر حرفای شما بیمعنی تکراری و خارج از زمان محدوده است. خب یادتونه طرحهای خارج از محدوده توی ایران و اینا بود؟ حالا اینجا خانم لیلا میلانی در آمریکای زیبا برای تلویزیون ها محدوده درست کرده و خارج از محدوده، ولی ایشون چون انگلیسیش خیلی بهتر از منه، من با بیرون بودم و از اون تلفنم براشون اینو نوشتم، با انگلیسی براشون نوشتم که خیلی خنده داره. The question is why you keep watching. پرسش اینجان که شما چرا میشینی نگاه میکنی یا گوش میدی.
مگر خدای نکرده، حالا خدای نکرده رو به انگلیسی شما بگید من چی باید بنویسم؟ God forbid. Are you a masochist? Masochist اسپلش هم اینجوریه M-A-S-O-C-H-I-S-T. این C-H هم بعض وقتا صدای که میده، بعض وقتا صدای که میده، بعض وقتا صدای چه میده، بعض وقتا صدای شه میده، و اینم کوفتی شده. گفتم مگر خدای نکرده شما خود آزار هستید و به خودتون به جایی که زخم بزنید و اینها میشینید دستپاتونو میبندید و خودتونو مجبور میکنید برنامه سوربی، برنامه آقای لادن، برنامه آقای انصاری رو نگاه کنید. خب خانم برید قدم بزنید، برید کتاب بخونید، برید آواز گوش بدید، برید مثل خانم نیلوفر آشپزی کنید و الی آخر. دوستان نگاه کنید، این خانم لیلا میلانی از کره ما نیومده، ایشون یه ایرانیه مثل من و شما. فقط نگاه کنید ببینید چی نوشته جواب من رو. نوشته من برنامه رو نگاه نکردم. همین قسمتش، همین یه جمله کافیه که بگیم ایشون پریجاج، همین پریجدیست از کلمه پریجاج میاد. اوکی؟ یعنی مسخره میکردن، میگفتن کتابا رو بر اساس جلدشون قضاوت نکنید. این خانمی که اینجوری ایراد گرفته که این برنامه شما در این زمان خارج از زمان محدود هست، میگه من اصلا نگاه نکردم، فقط از دیدن عکس و پرچم شیر و خورشید حد زدم محتوای برنامه راجع به چی میتونه باشه. خیلی ها، آقای لادن بعد از اینکه این استودیو جدیدشون رو درست کردن با این دستگاه ها و چیزایی که دارن، امکاناتی که دارن، پرچم شیر و خورشید گذاشتن، اسم اندیشکده رو گذاشتن. ایشون همین که عکس و پرچم رو دیده، ببخشید اینو میگم، رم کرده. رم نه یعنی رحم و مروت، رم کرده، فکر کنم رمه باشه، رم کرده و نوشته در ضمن پرچم شیر و خورشید به مراتب میلیون ها برابر بهتر از پرچم ننگین رژیم خبیث اسلامی است. سایت های اینترنتی فارسی جنبه انتقاد یا کامنت ندارد، چون هر کدام برای خودشان دیکتاتوری هستند که نباید روی حرف و نظر دیکتاتور حرفی زد. برای همین رژیم جنایتکار آخوندها وارد 41 سال قدرت دیکتاتوری خودشان شدند. دوستان نگاه کنید، اینایی که به ایرانی ها فخر میفروشن که برو پیف پیف شما بومیدین خاک بستر، شما تو ایران موندید، ماها خیلی عالی اومدیم اینجا، اینا هستن. حالا یه چی بهتون بگم، این خانم لیلا میلانی یکی از اونایی که خیلی کتاب میخونه، خیلی به اصطلاح روشن فکره و من اصلا یه مدتی با ایشون میتونم بگم 100% موافق بودم، بعد دیدم نه، خود اینم یه نوع دیکتاتوریه که قول به شما میدم، قولتون میدم. توی رفتار خانوادتون هم با خانواده هم مشکل داریم. چند روز پیش با یه هنرمندی از کالیفرنیا بهش گفتم آقا شما یه نگاهی به زندگی خودت بکن، این چیه برای خودت درست کردی؟ و اگه آقا من دختر دارم، من نوه دارم. گفتم خب دختر داشتن و بچه داشتن و نوه داشتن که هنر نشد. تو آمریکا یه چیزی میگن، میگن هر کسی میتونه پدر باشه ولی همه نمیتونن دد باشن. دد نه اون دیو و ددا، دد یعنی بابا. شما میتونی رفته باشی یه جا عرق خورده باشی، یه زن دیگه هم عرق خورده باشه، بری یه جا بخوابی، یه بچه طوله را بندازی، بعدا بگی بچه منه. این شما حالا تازه قانونا میشی فادرش، میشی پدرش، ولی اون بابا بودن یا اون مامان بودن که شبها بیدار موندن، زحمت کشیدن، از چیزایی که خودت دوست داری بگذری، شلواری دوست داری، کوتی دوست داری نخری، برای بچه‌ها بخری که تو مدرسه نمیدونم جلو بعد، اون فرق میکنه. حالا اینا برای ما اینجوری شدن، این هنرمنده اومده اینجا، بهش میگم آقا اینجوری نیست که شما میبینی، خود این ترامپ پشت پرده با آخونداست، شما برو نگاه کن، هی یکی یکی گندش بالا میاد. اوباما با آخوندا بود، کلینتون با آخوندا بود، جورج بوش با آخوندا بود، ترامپ با آخوندا بود، ریگان با آخوندا بود، کارتر هم که شما میگین 130 میلیون دلار نمیدونم داده با آخوندا بود. خب یه چی بگید که بش. و اما برگردیم با اون ویدیویی که آقای احمدعلی مسعود انصاری به اصطلاح جدیدن دو روز سه روز پیش مصاحبه کردن، لینکشو براتون روی فیسبوک گذاشتم. باز هم اگر لطف کنن ایشون اینجا هم
لینک اونو بذارن من تشکر میکنم. با یه آقای جوونی به نام وحید صحبت میکنن و ببینید، مخصوصا اگر ویدیوهای ایشون رو ندیدید با من، با آقای عطابکی، با رادیو تلویزیون های دیگه، اونا رو همه رو نگاه کنید. 47 48 دقیقه 50 دقیقه است، ولی اگر اونا رو دیدید برید به طرف 10 دقیقه به اصطلاح آخر و اینها، اونجا چیزای جدید گفته شده راجع به این ماجراهای شورای گراز و گذار و شریعتی و حسن شریعت مداری و نه شریعتی حسن شریعت مداری و اون. و خیلی جالبه اون آقای جوون به ایشون میگه شما که با شریعت مداری در رابطه بودی و در یعنی رابطه بین شاه بودی و شریعت مداری، الان بچه های این دو با هم میخوان یه کاری انجام بدن، نظر شما چیه؟ آقای انصاری هم خیلی جالبه، من این آقا رو از سال 2000-2001 میشناسم، آقا از هیچکی نمیترسه، یعنی اگه قرار بترسه که از رضا پهلوی و مادرش و با اون پولا و اینا باید میترسی، از هیچکی نمیترسه. دلیلش هم میگه من خدا، فقط از خدا میترسم. این از هیچ که نترسیدن یه آزادی به آدم میده که هیچ که حریفت نمیشه. گفته آقا این آقای حسن شریعت مداری که الان میبینید اینجوریه و هیچ خبری هم دیگه نیست، رفتن بیرون. رضا پهلوی هم که سابقه 40 سالش معلومه، قمارباز رو نمیدونم، البته ایشون نگفته من برام میگه قمارباز و سیگار و خوشگذران اینها، حتما برید چیکن. بله آقای آقای کاووسی، آره یه دفعه یادم این کاووسی با لیلا میلانی دعوا شده بود، لیلا میلانی چه چیزایی میگفت که این کاووسی اینجور اونجا. گفتم خانم ایشون دوست منه، شما دوری این نزدیک، من با شما ممکنه دعوا کنم به روش کاشانی ها، دور شما اون ور اون پشت بام من این پشت بام، ولی با کاووسی دعوا نمیکنم. آقای کاووسی نوشته که سوربی هنوز یاد نگرفتی این خانم تیپیکال ایرانی اصیل است، ضرب در 90 میلیون دوستان شدیم 90 میلیون ماشاءالله، یه جنگ دیگه لازم داره. بعد ببخشید بعد چیزی گفتم. خب آقای کیا کیا، شما این جمله رو یه جوری درست کن که افراد کم سواد مثل من بتونن بخونن و بتونن بفهمنش. این داستان ها دیگه بچه ها هم حوصله شنیدنشم ندارم. شخص اول بچه ها میشن سوم شخص جمع، بعد دیگه دوم شخص جمع میشه چی؟ میشه ما، یا اول شخص جمع میشه ما، ما شما ایشان ما میادم رفته درستش کن. آقا وقتی یه چیز غلط می‌نویسین لازم نیست از کسی هم عذرخواهی کنیم، برش داریم درستش می‌نویسیم. میگن که برنامه های مصاحبه شما با آقای احمد علی مسعود انصاری بسیار مفید و آموزنده بودن. آقای سیاوش محمدی عزیز، این اینایی بوده که بعدن ما به صورت تکراری توی تلویزیون مردم، ولی اون اولش به اصطلاح اوریجینالش به قول ایرانی ها اوریجینالشو سال 2001 در تلویزیون رنگارنگ 12 تا برنامه بود که آمدن و ایشون خیلی قشنگ همین آقای عطابتی من گفت آقا تو چه میدونی این انصاری تو کیف پول می آورد برای تلویزیون رنگارنگ. گفتم ببین من وقتی ایشونو دیدم که این دو تا برگ کاغذ می آورد، بنده خدا اینجور کاغذها هم تا شده بود، اینو می آورد باز میکرد به منم میگفت که به شکر خدا آقای صحبی ببخشید من چون میخوام به ترتیب بخونم اینجوریه، چون خیلی نادان بعضیا ایراد میگرفتن که آقا این کتابو اگه خودش نوشته چرا مینویسه؟ آقا معلمی که 50 سال 40 سال درس میده وقتی میاد کتاب نوشته شده خودش رو میاره به اصطلاح بخش به بخش از روش درس میده و جلو میره، ولی ما نمیدونیم بلد نیستیم. در هر صورت آقای انصاری همه پولا رو کیف کیف بردی موقعی که آقای عطابکی بود، به ما که رسیدی ما هر وقت شما اومدی اینجا دیدیم دو تا کاغذ دستته و یه خودکار. اگه اشتباه نکنم اون وقت هم من جوانتر بودم هم شما جوانتر بودیم، هیچ کنون اون عینک ذره‌بینی نمیزدیم. دستت ممنون و متشکرم دوستان که با ما هستید. برگردیم، اختلاف مجلس و اینها گذشت،
مجلس سنا اون چند نفری که فکر میکردن اینها اینقدر وجدان دارن، شرف دارن، غیرت دارن، ناموس دارن که وای میسن جلو ترامپ، اینا را هم بهشون زنگ زدن گفتن آقا اگه این کارو بکنی دموکرات‌ها پیروز میشن، اینجوری اونجوری. یکیش یه خانم یه مال می بیچاره مثل اینایی که سکته کرده صحبت میکنه، یکی دیگرش هست مال الکساندر، اون نمیدونم مال کجاست. خلاصه اینا آمدن گفتن که نه این متنبه شده دیگه بسشه. طرف گفت آقا شما مطمئنی که این متنبه شده؟ برید مصاحبه اندرسون کوپر با اون آقای الکساندر فلان ببینید، حتما مرده توش میمونه. میگه شما به ما نشون بده که این در زندگی کثیف، اون نمیگه کثیف، من میگم 73 سال گذشتهش یک بار متنبه شده باشه. آقا با این زنه رفته خوابیده، گندش بالا اومده، اون زنه رو طلاق داده، زن دوم رفته گرفته، باز وقتی این زنه حامله بوده با اون یکی رفته خوابیده، 130,000 دلار به اون داده، به اون یکی نمیدونم از چی متنبه شده. بعد این خانمه که مثل سکته یا حرف میزنه اومد گفت که من مطمئنم که دیگه این اشتباه ها رو انجام نمیده. اون گفت مطمئنی؟ فرداش نوشت که ببخشید من به جای کلمه مطمئن هستم باید میگفتم امیدوارم. خیلی ها وقتی شما میگی امیدوارم یعنی من 50% بیشتر مطمئن نیستم، ولی وقتی میگی مطمئنم لابد از 75-80 و اینا میره بالاتر. اینم از این ماجرا. خلاصه به اونجا رسید که آقای میت رامنی دینش، مذهبش، وجدانش، شرفش، چون این براش اولا آدم پولداریه، آدم موفقیه، بعد چندین بار از گاورنر یعنی فرماندار این ایالت ماساچوست، مال چی میشه بوستون و اینها، ماساچوست بوستون اینها بوده که بهترین خدمات درمانی رو در دوره این درست کردن و حتی میگن اگه بخوام خدمات درمانی رو بندازیم تو آمریکا، سرتاسر آمریکا، باید کپی اونجا باشیم. بعد برای رئیس جمهور بودن یکی دو بار ران یعنی آمده اقدام کرده، موفق نشده رفته کنار، یعنی چیزی به اون صورت نداره که جلو ترامپ سر تعظیم فرود بیاره. و دیروز هم باز در اون یکی از مهمترین جلسات دیروز صبح بود، اینا یه مجلسی دارن. دوستانی که فکر میکنید آمریکا دین و مذهب از دولت جداست، یه مجلسی دارن مثل نماز جمعه روزای جمعه ایران که تمام وزیر وزرا میان اونجا، اینا بهش میگن breakfast prayer، national breakfast prayer، یعنی صبحانه دعای ملی. میان اونجا و معمولا آدمها، داریم صحبت از آدمها میکنیم، چه ریپابلیک چه دموکرات، میان اونجا اگر کار خلافی کرده باشن میگن ما این اشتباه رو کردیم، از شما عذر میخوایم، از مردم عذر میخوایم، از زن بچه‌مون عذر میخوایم، و دعا میکنن که خدایا هر کی هستی به ما قدرتی بده که آدم بهتری باشیم. این مردک دیوانه از اولش اومد، وقتی که اون مرده وایساد آقای آرتور بروک صحبت کرد اینها که ما امیدواریم آدمای بهتری بشیم، دروغ کم بگیم، صلح و فلان اینا، این اومد گفت که من با تو مخالفم، نمیدونم این اینجوره، اون اینجوره، این اینجوره، این تموم شد و کرد و کوفت و اینا، رفت توی وایت هاوس. توی وایت هاوس هم این مرده خورا رو جمع کرد، بعد گفت امروز نه جشنه نه چیزیه، هیچی نیست، من فقط شما رو جمع کردم اینجا، کاغذهای روزنامه ها رو که یکی نوشته بودن ترامپ تبرئه شد، هی نشون داد. کسی که آقای مختار، تقیه مختار چقدر قشنگ نوشت دیروز، نوشت شما که میگفتی این میدیا، رسانه، روزنامه، نشریه دشمن مردمن، امروز داری بهش استناد میکنی، پس نشون میده چه آدم درو و درنگی هستی. اینم از بله. آقای محمدی میگه آها من همینجوری به این سادگی که کردیت نمیدم به شما. میگه بله برنامه های رنگارنگ رو هم دیدم. قسمت جالب این بود که سلسله طلبا زنگ می‌زدن و می‌گفتن چرا در این مقطع حساس کنونی، باریکلا این درسته، در این مقطع حساس کنونی با آقای انصاری مصاحبه می‌کنید. جالب این که با چند سال بعد در تلویزیون مردم مجدداً با آقای انصاری مصاحبه می‌کردید، باز یک عده سلطنت طلب زنگ می‌زدن و می‌گفتن چرا در این مقطع حساس کنونی با آقای انصاری علیه رضا پهلوی مصاحبه می‌کنید. اولا علیه هیچ کس نیست، آقای
انصاری آمده بود ماجراهایی رو که از 15 سالگی تا الان ایشون فکر کنم 70 سالش باشه، تا حالا 10 سال پیش، تا ماجراهای 35 سال 40 سال خاطرات خودش رو میگفت. دو تا از این خاطرات راجع به دادگاهی هست که اینجا رفتن و توی یکی از این دادگاه ها توی یک جلسه وقتی که رضا پهلوی اینجا خیلی براشون مهمه که شما قسم میخوری دیگه دروغ نگی، توی یک جلسه دروغای رضا پهلوی رو شمرد 20 تا. اون موقع برای من و شما خیلی عجیب بود که یه نفر 20 تا دروغ بگه، ولی ترامپ که آمد همه اینا معمولی شده. بیش از 16 هزار تا دروغ رسمی تا امروز گفته. یه نفر لینک اونم بذاره. این آقای دکتر رضا سلامی امروز نوشته بود و از اقتصاد خیلی خوبه. گفتم آقا این یه چیزی هست بهش میگن ساعت بدهکاری آمریکا. این سعید هر وقت گفتم این زیر گذاشتتش. اون ساعت بدهکاری رو هم بذارید تا ببینید همه این استاک مارکت رو اگه بدن اون بدهکاری چی میشه. ولی اینه که 1%، 30%، 300% حقوقشون اضافه شده باشه، بونسشون اضافه شده باشه و یه نفر کارگر 17 سنت حقوقش اضافه شده باشه، این موفقیت آقای رضا سلامی. دوست عزیز نمیگم خجالت بکش، یه کمی فکر کن. بله سوربه جان، همه میخواهن خاک بریزن تو چشمهای مردم. آقای سباتبار قربونت برم، کاکو جون چرا میگی همه؟ شما کی خاک ریختی تو چشم مردم؟ من کی خاک ریختم تو چشم مردم؟ چند روز پیش داشتم، دیروز بود داشتم یه ویدیو دیگه تو نگاه میکردم و به خودم گفتم ماشاءالله این سبا هم همه کارا رو میخواد انجام بده، از این شاخه به اون شاخه. یه روز تو کار وبسایت درست کردنه، یه روز تو کار راسی. یه خانمی بود گفتی میخواد وبسایت درست کنه، یعنی میتونه کمک کنه. یه زمانی ما کمک کردیم، خدا رحمت کنه، خانم شما وبسایت میخواست و اینها. حالا ما خودمون احتیاج داریم یه نفر بیاد برامون کار کنه. برای اون خانم نوشتم جواب نداد، اب نداره. در هر صورت سبا تبار دوستان از همین لینک فیسبوکش ویدیوهایی داره، برنامه‌های مختلف میذاره. ببینید برای این کار فقط قلب بزرگ داشتن کافی نیست. این امید و آرزو شما میتونی بزرگ و اینها داشته باشی، ولی وقتی میخوای اینها رو به نتیجه و مقصد برسونی باید ابزار داشته باشی، باید برنامه داشته باشی. هدف، وسیله، برنامه. آقا من میخوام همه آمریکایی‌ها بیمه داشته باشن. خب این وسیلهش دکتر، بیمارستان، پول، برنامهش چیه؟ یکی یکی محل محل ثبت نام کنیم بگیم بیان فلان اینها. اینه که ما به جایی نمیرسیم. همون زمان شاه هم یادتونه میگو برنامه پنجم میخوان چیکار کنیم؟ میخوام همه جا را آسفالت کنیم که هیچ خیابون خاکی نباشه. آقا اینجایی که دارن زندگی میکنن خاکیه، تو بیا اینه آسفالت کن. فعلا اونای دیگه پیشکشه. در صورت میگید با من تماس میگی، چشم، حتما این کار انجام میدم. دوستان عزیز، آقای انصاری، معمای انقلاب ایران، رازهای گفته نشده درون دربار و همکاری رضا پهلوی با سازمان سیا، که برید ببینید که اینها چه پولایی گرفتن. آقای رضا پهلوی، اون آقای منوچهر گنجی، حتی تیمسار مدنی و خیلی هاشون. تیمسار مدنی مثلا میگو من اینو خرج کردم، حالا این میمونه و وجدان خودشون. کجا خرج کردن؟ به کی دادن؟ به فقط دوستان و فامیلا دادن؟ به قول آمریکایی‌ها نپتیزم بوده، به دوستان اینا رسیده، یا دادن به اونایی که از خودشون بیشتر میدونن؟ دیشب داشتم این آقای جوون گی که 37-38 سال فکر کنم داره، آقای میر پیت، شهردار پیت، چون فامیلیش بوجیجیش مشکله، بودو جیش، صحبت میکردم. گفت که نه این نبود، یه گاورنر سیاهی بود. خب حالا یه تبلیغی هم شد برای این، چون این تو آیوا فعلا برنده است و پیش قراوله. ولی این آیوا بابا 1% انتخاباته، ول کنید. اولا این انتخابات برای قرن 17 هم و همون 200 چند سال پیش، 17 هم 18 هم قرن 18 هم میشه، چون 1700 خلا، برای اون موقع خوب بوده، برای الان خوب نیست. برید تو مجلس وایسین، این کنار، تو مجلس نه، تو سالونای ورزشی شما وایس، این کنار شما وایس، اون کنار، چند تا، 1 2 3 4، دستت بالا بود یا دستت پایین بود؟ بعد
به این روش عقب افتاده یه دفعه یه مش پیرمردی مثل من رو بیارن، حالا نتایجش رو بده به اپ. اپ چی چیه؟ اپله، خوراکیه، میوه است؟ نه، یه پروگرامی ما پول دادیم به یه شرکتی درست کرده نتیجهش رو بده. چیزی که اون موقع میشمردن میگه آقا 400 تا 300 تا 50 تا 60 تا تو یه روز تو یه ساعت حل میشد، از سه شنبه که حالا خودتون از خودتون بپرسید چرا انتخابات آمریکا سه شنبه است، گریهتون میگیره. از سه شنبه تا دیشب هنوز به طور 100% معلوم نبود. آخر شب دیشب گفتن آقا چی میگن؟ وابده، شمالی ها میگن وابده، بده ولش کن. و طبق اون پیت، میر پیت اول شده، برنی دوم شده، خانم وارن سوم شده و آقای سندرز هم، آقای ببخشید سندرز برنی اول دوم شده، آقای چیز رئیس معاون رئیس جمهور چهارم شده، آقای جو بایدن. و جو بایدن معلوم شد که این بچه که بوده لکنت زبان داشته، اگه الان هم میبینید وقت صحبت میکنه یه چیزایی یادش میره، اینه که میگه ماها که لکنت زبان داریم وقتی صحبت میکنیم خیلی به خودمون فشار میاریم و این فشاره باعث میشه که جملات یادمون بره. اینها خیلی خوبه که اینجوریه، یکم هم براش تبلیغ شد. ممنونم از سعید عزیز و ایشون ساعت بدهکاری ها رو گذاشت. دوستان برید روی US Debt Clock کلیک کنید و ببینید که از زمان، ببینید مومنتوم یا اون شتابی که تو فیزیک یاد گرفته بودیم، مومنتوم تو زمان اوباما ایجاد شده بود با اون کاری که کردن و همه فکر میکردیم اشتباه، بانک‌ها رو نذاشتن ورشکست بشه، به اصطلاح اون رکود اقتصادی بزرگ فاجعه 1930 تکرار بشه. این اوباما کی استادش بود و اینا نمیدونم. بعد شروع شد از 2008 آمد این همینجوری داشت میرفت بالا، حالا این سوار موج شده هی داره میره بالا، میگه من این موجو درست کردم که حالا ببینیم چه خواهد شد. ولی بدهکاری رو آقای ترامپ با این پولایی که این ور و ور ریخت و پاش میکنه و اینها، اون چند برابرش کرده یا زیادش کرده. بماند این آقای گاورنره یه دختر جوانی ازش پرسید شما میخوای چجوری دولت رو چیز کنی؟ گفت من افرادی رو میارم که با من موافق نباشن، افرادی رو میارم که با از من بیشتر بدونن. یکم فکر کنید، هیچ وقت ملا حاضر این کارو بکنه؟ یکم فکر کنید هیچ وقت شاه این کارو کرد؟ نه نه. پس فردوسی شعر رو پیدا کنید اینجا بنویسن: تو گویی که این هر دو با هم برابرند و زیر یک چادرند، ملا و شاه. فردوسی اینو گفته، ولی یه تلویزیون ایرانی اگه پیدا کردی اینو برات بخونه. آقای دکتر مصطفی هروی اینو برای من خون. آقای لادن اگه شما میتونی از اون بعد با من تماس بگیرید. متاسفانه ما سه تا لادن اینجا داریم با این آدرس‌های جدید. بذارید ببینم کدومش کار میکنه، باید پاک کنم اینا رو. نه این نیست، دفینیتلی این یکی رو بیاریم. بله، فرایدی جنوری 31. اوکی دوستان عزیز، بریم سراغ آقای لادن. از برنامه من که چیزی یاد نمیگیرید، اقلا توسط مهمونای خوبی که میاریم یه چیزی هم شما هم من از اون یادم میاد. میگه که سوربی جان، اون خانم سودابه با شما تماس خواهد گرفت. ممنونم، متشکرم. آقای لادن اگر شما صدای من میشنوید، ویدیوتونو نداریم و بهتره اگر این تماس خوب نیست شما از اونجا با من تماس بگیرید، چون من یک کمی حقیقتش گیج شدم که با اندیشکده تماس بگیرم یا با حساب شخصی خودتون. همین آها هستید شما، ولی تصویرتون نیست آقای لادن. احتمالاً اشکالی که دفعه قبل بوده هنوز هست. اتفاقاً 100% مشکل داریم با این سیستم هنوز. خب اگه اینجوری میخواین من فیسبوکتون رو نشون بدم، صفحه فیسبوک رو نشون بدم تا من وقتی شما رو گیر میارم مثل یک غنیمت بهش نگاه میکنم و نمیخوام به آسونی از دست بدم بگم خب حالا که این درست نیست میذاریم هفته آینده، مخصوصا این روزایی که الان چیز هست، نزدیک به انتخابات میشیم و میبینیم خیلی ها فوش میدن به هم دیگه، وجدان نداری، وطن نداری، اگر این را برای دیگران نفرسی نمیدونم بی شرفی،
اگر رأی بدی فلان اینها، از این چیزای بچگانه و بچه بازی های بی خود بیان کنار و دو تا سوال درست حسابی از شما بپرسیم. باز برمیگرده به اون مقاله‌ای که شما نوشته بودید و در موردش صحبت کردیم، ولی اجازه بدید من این چهار تا سوالی رو که اینجا دارم بیارم تا به ترتیب بگم، و شما اگر موضوع جدیدی هست در رابطه با این چیزایی که اتفاق افتاده توی آمریکا از هفته پیش تا حالا، این مخصوصا ماجرایی که خیلی ها فکر میکنن آقای ترامپ پیروز شده، ولی پیروز نشده، تبرئه شدن با پیروز شدن فرق میکنه، اگه توضیحی دارین بفرمایید، اگه نه که من پرسشا رو مطرح کنم. نه حتما، در رابطه با آقای ترامپ مسئله کامل انجام شده است، یعنی ایشون استیضاح شده و برای همیشه این در پروندهش وجود خواهد داشت که ایشون در از طریق مجلس استیضاح شده. ولی میدونین که در آمریکا پس از اینکه استیضاح میشی باید بره از کنگره، بره توی مجلس سنا و اونجا به صورت یه دادگاه رأی بدن. چون اکثریت در سنا از حزب جمهوری خواه هستن، اونا برنامه‌شون این بود که این مسئله را رد کنن بره، بنابراین نه مدارکی خواستن، نه اسنادی خواستن و نه شواهد و شاهدهایی، و ایشونو از نظر قانونی که میگه باید مجلس سنا رأی بده، ایشونو رد کردن. رد داستان اینه. ولی اون ماجرای میترامنی سر صدای زیادی را انداخته و اولین سناتور در تاریخ آمریکا که برخلاف یا رأی محکومیت یا رأی گناهکار بودن رئیس جمهور از حزب خودشون رو به اصطلاح صادر کرده، و دیدیم حملات خیلی زیادی که از طرف این فاکس نیوز شد و اصلا بهش گفتن این مأمور مخفی دموکرات ها بوده و الی آخر. بذارید از سیاست کثیف آمریکا بیایم بیرون و بریم سراغ این. من میخوام یه اشاره بکنم به آقای رامنی، به سناتور رامنی، و اون این که ایشون به نظر من در دو حالت خارج نیست، یا به خاطر وجدانش و باورش اینطوری رأی داده، یا اینکه نتونسته این کار مجلس سنا رو تحمل کنه و اینطوری اعتراض خودش رو نشون داده. در هر دو صورت یا آدم چیزی باورمندیه یا به قول خودمون ستون فقرات خوبی داره. بسیار ممنونم آقای لادن. شما نوشتید که مردم در این رأی‌گیری دو تا حق انتخاب یا گزینه دارن، یکی شرکت در رأی‌گیری و انتخاب بد و بدتر، دیگری عدم شرکت و گفتن نه یا نه گفتن به رژیم. حالا این عواقب شرکت یا عدم شرکت رو برای ما توضیح بدین که چیست و چه تأثیری دارن. حتما. ما دو شب پیش، چهارشنبه شب، یک جلسه اندیشکده داشتیم. تو این جلسه دو تا میهمان داشتیم، یکی از منطقه خودمون، یکی از ایران، و خیلی جالبه که این میهمان ها دنبال همین بودن و همین مسئله رو مطرح کردن که ما دو تا راه تو ایران بیشتر نداریم، یا باید بین بد و بدتر رأی بدیم یا باید رأی ندیم. خب اگر مثلا زمانی که خاتمی بود ما رأی نمیدادیم، یه نفر میومد بدتر از خاتمی و اسمش هم گفتن نوری یا ناطق نوری، یه هم چیزایی. بله بله. بعد حالا میخواستم ببینم که اندیشکده در این مورد برنامه شی و چه فکر میکنه. ببینید، ما ما بین اصولگرا و اصلاح طلب، یعنی ما بین بد و بدتر، بارهای بار اومدیم بد و انتخاب کردیم، ولی اوضاع مرتب بدتر شده و دو سال پیش هم مردم علنن اعلام کردن که بابا شما دیگه اصلاح طلب با اصولگرا ما دیگه مشتتون وا شده، ما شما رو شناختیم و هناتون رأی نداره. یعنی مردم تکلیف خودشون رو مشخص کردن و الان هم تازه فراموش نکنیم که واقعیت اینه
که هم اگه ما همون کاری بکنیم که همیشه کردیم، همون نتیجه‌ای رو میگیریم که تا امروز گرفتیم. داستان اسب عصا رو اگه مجسم کنین، این اسب حرکت میکنه ولی توی دایره، یعنی داره حرکت میکنه ولی به جایی نمیره، نمیرسه، هی دور میزنه. ما رای گیریمون تو این 40 سال همینطوری بوده، یعنی نتیجه‌ای نداده. حالا من پاسخم به این دوستانمون این بود که پس از 40 سال وعده‌های دروغ و پوچ، حرف‌های بیهوده و بی‌اساس، با ندادن رأی به رژیم، یک نه، یک خیر قاطع گفتیم و به قول پایه‌گذار جمهوری اسلامی میزنیم تو دهن رژیم. سپاسگزارم. خیلی ممنون. و من به دوستان گفتم در سفری که فلوریدا داشتم، یکی از این جلسات شما هم بودم، خیلی جلسه دوستانه و خوب، و به نظر من اونجوری هم که همه فرصت دارن صحبت کنن یه روش خیلی خوبی هست. ای کاش این جلسات رو، اون قسمتش که به اصطلاح میخواین فیلم برداری کنید و بتونیم توی وبسایت خودتون و از تلویزیون مردم هم پخش کنید. شما لطف کنید درباره شما رأی‌گیری و انتخابات رو از هم جدا میکنید یا کردید توی اون مقاله‌ای که نوشتید، ولی برای برخی از دوستان بیننده و شنونده هنوز شفاف نیست. اگه امکان داره در این مورد توضیح بدید. پرسش بسیار خوبیه، برای اینکه حتی دوستان ما مرتب اینو تکرار میکنن، مثل اینکه این شفاف نیست. من اینو میخوام در دو بخش برای بیننده ها شرح بدم که انتخابات رأی‌گیری دو تا نکته داره که اگه این دو تا شفاف بشه، من فکر کنم برای همه روشن میشه. نخست این که سیاست جمهوری اسلامی، فلسفه کاریشون بر یک فرضیه استواره. اون فرضیه اینه که ما قادر به تشخیص راه از چاه نیستیم و باید تابع جامعه روحانیت باشیم. خب ببینیم، یعنی بلا ایدارن از اول نشون میدن که ما امت اسلامی هستیم. امت اسلامی با شهروند فرقش اینه که شهروند حق انتخاب داره، ولی امت اسلامی حق انتخاب نداره، حق رأی دادن داره. حالا گفتم دو چیزه، دومیشو براتون بگم، اولی هم یه خود بیشتر شفاف میشه. دومی اینه که در جمهوری اسلامی شورای نگهبان طبق قانون اساسی تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات رو در دست خودش داره. یعنی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان کاندیدها رو انتخاب میکنه و مردم به یکی از منتخبین شورای نگهبان رأی میدن. امیدوارم این واضح شده باشه براتون. یعنی شورای نگهبان انتخاب میکنه، ما به یکی از منتخبین اونها رأی میدیم. یعنی که ما در ایران انتخابات نداریم، رأی گیری داریم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. این نشون میده شما چقدر مشغول هستید. اونجا صدای تماسا میاد ولی مهم نیست. آقای لادن عزیز، شرکت کردن یا شرکت نکردن تفاوتی به حال رژیم داره و تأثیر میذاره؟ خیلی جالب. برای اینکه فکر کنم پاسخشو باید توی گفته های رهبر رژیم نگاه کنیم. یه جمله رو که من دیدم تو این گفتگویی که دیروز یا پریروز کرده، خود خامنه‌ای میگه که انتخابات موضوع آبروی نظام است. موفقیت انتخابات میتواند در حل مشکلات داخلی و بین المللی تأثیر گذار باشد. میگه که حتی اگر کسی از او خوشش نمیآید، باید به پای صندوق رأی بیاید. من اینجا فکر میکنم که
واقعا تصمیم با مردمه که میونه آبروی رژیم یا زندگی در شأن انسان بعد یکی رو انتخاب کنن. خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری 1392 گفتش که حتی کسانی که حامی نظام نیستن به خاطر کشور رأی بدهن. ببینید این واقعا به نظر من مسخره است، با در نظر گرفتن این واقعیت که رژیم کوچکترین ارزشی برای ایران و ایرانی قائل نیست و بخش اعظمی از ثروت‌های ملی کشورمونو خرج شبه نظامیان لبنان و عراق، پشتیبانی از حوثی‌های یمن و جنگ در سوریه میکنه، به اینجا که میرسه میگه دم از کشور رو به خاطر کشور میزنه. همش دروغه، همش نیرنگ و فریبه. رژیم با ترفندهای متفاوت مردم رو بارها و بارها پای صندوقهای رأی کشونده و ولی در مقابل کشورهای جهان ادعا کرده که در ایران دموکراسی برقرار است و رژیم منتخب مردم می باشه. ما باید تکلیف خودمون با این موضوع مشخص کنیم. سپاسگزارم. ممنونم. در این رابطه که گفتید خامنه ای سال 1392 گفته بیاین به خاطر ایران رأی بدین، اینا 96 هم یه همچین حرفی رو زده بود که حتی یه قدم بیشتر پیش رفت و گفت که اگر منو دوست ندارید باز به خاطر ایران بیاین، و توش هیچ صحبتی از به خاطر اسلام و اینها نبود. و امسال میگن تکرار اون هست که اون مقاله هم بی بی سی لینکش هست، من برای دوستان روی فیسبوک میذارم. نظرتون در این مورد چیه؟ نه، یه واقعیت مطلقه که ایشون داره از هر ترفندی استفاده میکنه برای بقای رژیم، برای مشروعیت رژیم. و اینی که الان شما بهش اشاره کردیم بسیار جالبه، بهش میگن فرویدیان سلیپ، یعنی یه چیزی که یهو از زبان آدم میاد بیرون که به فارسی میگیم از کوزه همان برون تراوت که در اوست، یعنی حقیقت رو بدون اینکه بخواد فاش کرده که میدونه که اسلام دیگه هناش رأی نداره، داره خودشو میچسبونه به ایران و ملیت. بسیار ممنونم آقای اکبری، همشهری من. حرفی رو که من میخواستم بزنم ایشون نوشتن از آلمان. دقیقا آقای خامنه‌ای به اینجا که میرسه ملیگرا میشه. اگه یادون باشه یه سری هم احمدی نژاد و اون مشاورش و اینها خیلی ملیگرا شده بودن و از نمیدونم کوروش و اینها صحبت میکردن، و به قول این دوستمون همین ایام انتخابات هست که اینا به فکر ایران و ایرانی میفتن. و صحبتی در این مورد دارید یا من یه سوال دیگه دارم ازتون بپرسم؟ نه، فکر کنم شما لپ مطلب رو گفتین. بسیار ممنونم. شما از آقای خامنه‌ای گفتید، حالا روحانی رئیس جمهور گفته که این که انتخاب نمیشه، مثل این مونه که توی مغازه‌ای از یک جنس 2000 تا وجود داشته باشه. من این مقاله رو کامل نخوندم، منظورش چیه؟ که بله، حتما لینکشو میتونم براتون بفرستم که به بینندگانم بدین. و ایشون میگه که یعنی کار به اینجا رسیده که نه تنها ما حق انتخاب نداریم، همین رأی دادن هم اینا دارن توش الان دستکاری میکنن. یعنی کاملا مسئله مهندسی شده است، کاملا ساختگیه، چون اصولگراها در این چیز هستن، در این فکر هستن که طی یکی دو سال آینده یا خامنه‌ای میمیره یا میره بیمارستان و نیاز به این دارن که یه جانشین پیدا کنن. میخوان از حالا میخوان تضمین کنن که مجلس فقط و فقط تمامش یا اکثریتش در دست اصولگرا هاست. به خاطر این موضوع اومدن صلاحیت 80 نماینده اصلاح طلب رو رد کردن و 95% از نامزدهای اصلاح طلب و اونها هم صلاحیتشون رو نپذیرفتن. یعنی مجلس بعدی میشه مجلس اصولگراها. از این به خاطر اینه که روحانی اومده میگه بابا مردم تنوع میخوان، بعد جملهش اینه میگه بگذارید
در میدان انتخابات همه احزاب و گروه ها شرکت کنند. قطعا ضرر نمی کنید. با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد. به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 نفر، 1700 نفر کاندید هستند. ببینیم از چند جناح 1700 نفر کاندید هستند. 17 نفر از چند جناح؟ از یک جناح. این که انتخابات نمی شود. و ما جالب اینجاست که آقای رهبرم بلافاصله اومده تهدید کرده، میگه که هشدار میده، میگه حمله به شورای نگهبان غلط ترین کارهاست، باید مراقب باشید. انتخابات مجلس مهندسی شده نیست، انتصابات نیست. از دشمن نمی شود گلایه کرد، ولی فلان مسئول مهم دولتی باید مراقب باشد، به غلط طوری حرف نزند که مردم از انتخابات دل سرد بشن. بلگو بیکت خیلی جالبه، میگه انتخابات در ایران جزء سالم‌ترین انتخابات در جهان است. این منو یاد حرفای چرند آقای ترامپ میندازه که مرتب روبت از این میکنه که عالی‌ترین، بهترین، بی‌نظیرترین، قوی‌ترین، قدرتمندترین، همش هم میگه به خاطر کارهای من در آمریکاست. صحبت های روحانی هم من یاد این انداخت که همین ریپابلیکن هم الان میگن که چه احتیاجی داریم به مجلس سنا و استیزا و اینا، همین امسال مردم میان رأی میدن. ضمن این که ما دیدیم الان دیگه توی آمریکا هم همین خود ترامپ مثلا خیلی مهمه برای یک کسی که میخواد انتخاب بشه، وقتی این میره با این هوچی بازی هایی که در میاره یا با ترسی که ایجاد میکنه در طرف مقابل اینها، باعث میشه که اون کاندیدی رو که این میخواد انتخاب بشه. یعنی انتخابات آمریکا هم واقعا این خراب شده و الان واقعا آمریکا نگران هستن که این ریپابلیک یا جمهوری اینجا تبدیل شد به دیکتاتورشیپ. و اگر شما هم دیده باشین یک گوینده رادیویی که نماینده مجلس بوده و خودش هم یکی از اونایی بود که باعث شد ترامپ بیاد سر کار، حالا امروز یا دیروز بود از این به اصطلاح مسابقه ریاست جمهوری خودش رو کنار کشید، گفت برای اینه که دیگه این یک حزب نیست، حزب جمهوری خواه نیست و تبدیل شده به فرقه ترامپ و من هم توی این فرقه هیچ شانسی نمیبینم، ولی مجبورم به مردم هشدار بدم. که همون جوری که فکر کنم واشنگتن بوده که گفته، ازش پرسید، میخواستن خب واشنگتن رو شاه کنن، بعد گفته بود که نه، ما همه این کارا رو کردیم که شاه نداشته باشیم، کینگدام نداشته باشیم. گفته بودن خب جمهوری بهتره یا پادشاهی؟ گفته بود جمهوری بهتره اگه بتونیم نگهش بداریم. فکر میکنم این کدی بود، یعنی اون چیزی بود که اون گفته بود. ولی صحبتای آقای روحانی که بذارید مردم انتخاب کنن، منو یاد این ماجرای میندازه که همین میچ و اینا، مسکو میچ و اینا میگن بذارید مردم انتخاب کنن. خب آقای لادن، ضمن تشکر از شما، آقای فرزاد نیساری، این دوست همشهری خوب من، میگه که درود بر شما مهمان گرامی. گرامیان، مردم چه شرکت کنند و چه نکنند، این رژیم دغلکار با دست بردن بر شم در شمارش آرا کار خود را می کند. همان گونه که در انتخابات خاتمی از 6 میلیون شناسنامه تقلبی استفاده کرد. نظر شما در این مورد؟ ببینین، در زمینی که تمام این امکانات وجود داره، الان یک کمی مشکل تره که میشه بتونیم به این آسونی سر مردم کلا بذاریم. برای اینکه فقط مسئله در داخل کشور نیست، مسئله اینه که دنیا این مسئله، این انتخابات رو میاد نگاه میکنه. شما اگر و در اینها هم عوامل خودشون هستن، هم ایرانیایی هستن که با اینا همکاری میکنن که حقایق رو نشون بدن، واقعیت‌ها رو به نمایش بذارن. یعنی به این سادگی نمیتونن بیان بگن که فرض کنین اگه 3 میلیون شرکت کردن، بیان یه صفر بزنن جلوش بگن 30 میلیون شرکت کردن. دیگه نمیشه این کارا رو کرد. الان هم بهش میگن اینترنشنال ابزرور
یعنی اون کسانی که از طرف سازمان‌های جهانی این مسئله رو دارن نگاه میکنن و مراقب هستن و هم اشخاصی در داخل ایران. اگر بیان فرض کنین نشون بدن یه نفر با تلفن همراهش یه ویدیو بگیری که نشون بده که جلوی اونجا 4 نفر وایساده و برن 10 جای دیگر و 20 جای دیگر و 100 جای دیگر رو نشون بدن، حکومت نمیتونه ماسمالی کنه. الان خیلی مشکله. یعنی میگید با وجود این وسایل ارتباط جمعی و این که هر کسی این روزها یه خبرنگار هست، اونها کمتر میتونن، قدرتشون کمتر شده توی تقلب کردن. خب ما جلوی حقوق بازی دیگران رو نمیتونیم بگیریم، ولی کنترل کار خودمون دست خودمونه و ما بعد یک بار پس از 40 بار نریم توی این رای گیری شرکت کنیم. بسیار ممنون. یک سوال فقاهتی داریم. آقای لادن، نظر شما راجع به جانشینی مجتبی خامنه ای چیه؟ آیا شانسی دارد؟ این آقای اکبری پرسیدن. وای بر ما. ببینید، بدبختی ما همینه دیگه. ما قهرمان پرور و نمیدونم بت‌ساز و بت‌پرستی میکنیم به جای خودسازی، به جای اینکه دنبال یک برنامه‌ای باشیم که میهرمون رو نجات بده و دور اون برنامه جمع بشیم و با همدیگه دست جمعی کاری بکنیم، مشورتی کار بکنیم، یا میخوایم بریم دنبال 16 یا دنبال امامزاده. و این واقعا دلیل کمدانیه و از من ایراد میگیرن. حتی در اندیشکده کسانی هستن که میگن آقا نگو کمدان، به ملت بر میخوره. ولی من چه عرض کنم؟ خیلی ممنونم آقای لادن. اگه صحبتی داری بفرمایید، اگه نه آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. ضمناً در رابطه با این تماس اسکایپ و اینها اگر مشکلی هست، بعضی وقتا شاید این 2-3 تا اسم داشتن و اینها دوربین شما رو اسیر یه اسم میکنه تو یه پروگرام دیگه، نمیذاره دوربینتون تو این پروگرام دیگه کار کنه. یه اسم بله بفهم. اون یک همون تکنیسیان ما، تکنیسیان ما یه پروگرام به اصطلاح بالاتری رو آپلود کرد، بعد یه خود اختلال به وجود آورد و حالا قرار شده که شنبه صبح بیاد اینجا روش کار کنه. بسیار عالی. آخر هفته خوبی برای شما و دوستان شما آرزو میکنم. موفق باشید و باز هم امیدوارم در برنامه آینده ما باشید و تا ببینیم که ایران به کجا میرود، آمریکا به کجا میرود و جهان به کجا میرود. سپاسگزارم. روز همه خوش. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، آدرس وبسایتشون هم هست اندیشکده.net. اون اچ آخر رو نگه دارید برای هپینس. آمریکا یه تبلیغ بود، تبلیغ مترس بود. بعد مترس 2 تا اس داره، میگه اون اس آخرش رو نگه دارید برای سیوینگ، برای پسنداز. حالا ما میگیم این اچ آخر اندیشکده رو نگه دارید برای هپینس. هپینس شادی است. خب دوستان، برنامه امروز رو اگه اجازه بدید من یه مقداری زودتر تموم کنم، چون برنامه قبل از من، برنامه کانون آوا، حتما ببینید خیلی رو من اثر گذاشت. این همه کلمه متأثر شدم، یعنی اثر گذاشت رو من. و آمریکایی‌ها باز میگن درین، یعنی انرژی من رو گرفت واقعا. نه اینکه برنامه بدی باشه، ناراحت بودم، عصبانی بودم که چجور یک، همینجوری که آدم از دست آخوندها عصبانی میشه که چجوری اینا اومدن با دروغ 40 سال مملکت رو به اینجا کشوندن، بعد بچه های خودشون تو آمریکا هستن، هی از این بر میگن ننگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. حالا دیگه مردم رو پرچم آمریکا را نمیرن، اینا میان پرچم ها رو تو خیابونا میکشن. جالب اینجا بود که مردم تو خیابونا میرن اونور، بعضی وقتا باعث تصادف میشه به خاطر اینکه میخوان از رو پرچم رانندگی نکنن. ای کاش مردم بردارن رنگ مشکی بزنن رو اینها، هر جا دیدن این پرچمای جنبش رنگ زدن به پرچمای کشورهای دیگه، هر جا دیدن اینها دارن از پرچم کشورهای دیگه سوء استفاده میکنن و بی احترامی میکنن به وسیله این پرچم به اون ملت، ملت اون کشور،
رنگ بزنن، شبا به جایی که برید نمیدونم شعار بدن و فلان اینها، اینا رو رنگ بزنن و بالاخره یکی این وسط خسته میشه و آقای لادن هم میگه که با رنگ ندادن این بار امتحان کنید ببینید چی میشه، یا با شرکت نکردن در انتخاباتی که شما حق انتخاب ندارید حقیقتا بهتون میگن. یادم میاد مثلا بچه که بودیم میرفتیم یه چیزی بخریم میگفت که نه شما کاری به اونا نداشته باش، از این دوتا کدومش میخواد. اینم همینه، انتخابات آمریکا هم اینجوری میشه، همه رو اینجوری اینجوری میکنه، آخرش میگه از این دوتا کدوم میخوای. و بدبختی اینه که بعضی وقتا انتخابات قبلی آمریکا بعضیا به خاطر اینکه از شخصیت هیلری ترامپ خوششون نیامد، ببخشید هیلری ترامپ، هیلری کلینتون خوششون نیامده بود، رفته بودن به ترامپ رای دادن. ولی با همه اینها اون دوست هنرمندی که سوادش از من خیلی کمتره، یادتون باشه که انتخابات آمریکا چون روشش غلطه، با وجودی که هیلری کلینتون 3 میلیون بیشتر رای آورده بود، ولی به خاطر اون الکترال و اینها اینجوری شده. خب این شده که امروز یک فرد شارلاتان دروغگویی در کاخ سفید هست و باز اینجا هم امیدمون اینه که مردم با انتخابات و شرکت کردن در انتخابات، که البته نگرانیمون هم اینه که اگر این انتخاب شد اون وقت به این سادگی نمیره و اگر نخواست بره ممکنه جنگ داخلی پیش بیاد. خب ماجرای این کرونا ویروس یا ویروس کرونا، کلمه کرونا اگه اشتباه نکنم از همون کراون و این چیزا میاد، یعنی تاج، میگه که مرگ پزشک افشاگر کرونا موجی از خشم و اندوه چین را فرا گرفت. یک دکتر جوانی که بذارید من مقاله رو باز کنم، خیلی سیستم گزارش‌های ایرانی ها بده، وقتی میخوای یه خبری رو بخونی خطش رو نوشته بعد باید کلیک کنی، وقتی میره یه سایز دیگه میشه و حداقل مثل روزنامه یه خبری رو که میذارین یه پاراگراف دو تا پاراگراف زیرش بذارید، اگه کسی خواست همش رو بخونه اون وقت آدرس نخودسیا و صفحه های دیگر رو بدین. مرگ پزشک افشاگر این هست، اجازه بدین سلکت ایریا اینجا براتون 4:3 معین کنم که اندازه صفحه همون باشه، کامرای 3. بله، مرگ پزشک افشاگر کرونا موجی از خشم و اندوه چین را فرا گرفت. یک روز پس از مرگ یک پزشک چینی که برای نخستین بار از وجود ویروس جدید کرونا خبر داد، موج بی پیشینه‌ای از خشم و اندوه جامعه چین را فرا گرفت. دکتر لی ونلی یانگ، این ماشاءالله چند تا اسم داره، دکتر لی ونلی یانگ چشم پزشک جوان بیمارستان ووهان چین که نسبت به خبر شیوع بیماری مرگبار ناشی از ویروس جدید کرونا هشدار داده بود، خود بر اثر ابتلا به همین بیماری واگیردار در روز چهارشنبه 6 فوریه درگذشت. او در ماه دسامبر گذشته در پیامی که برای گروهی از سایر پزشکان فرستاد از ظهور ویروس تاجی شکل جدیدی خبر داده و گفته بود که این ویروس مشابه ویروس سارس بوده و احتمالاً به همان اندازه خطرناک است. اون با اعلام این که 7 مورد از افراد مبتلا به این بیماری را مشاهده کرده است، در پیامی که روز 30 دسامبر گذشته فرستاد از همکارانش خواست تا با پوشیدن لباس محافظ و ماسک زدن از ابتلا به این بیماری سرایت آن به دیگران جلوگیری کند. یه چیزی که در رابطه با ایران بود، هفته پیش با جوک میگفتن که چند نفر که این مرض رو دارن بفرستین بیاد نماز جمعه، ولی حالا اینه که میگن دولت ایران این خبر پخش ویروس رو به اصطلاح کم میگه دربارش تا مردم از رفتن بیرون و انتخابات و تو خیابونا و اینا نترسن، وحشت نکنن. واقعا چه دنیای کثیفی ما زندگی میکنیم و ننگ بر این دیکتاتورها که به خاطر قدرت چه کارهایی که انجام میدن و چه کارهایی که انجام نمیدن. و اما ببینیم که دیگه براتون اینجا چی گذاشتیم. روسیه: پرواز تهران دمشق با شلیک پدافند هوایی سوریه فرود اضطراری کرد. بعضیا میگن که اسرائیل برای که بخواد کارهای خودش انجام بده
در لوای پروازهای مسافربری جت و مت و اینا بالا میکنه و هوا میکنه و عجب روزگاری شده. آقا اینا پسر عمو بودن ها، اسماعیل و داوود نمیدونم یعقوب و فلان اینا، اینا همشون فامیل هم بوده، 3000 سال دارن برای هم میجنگن، با هم میجنگن. ولی آقای ترامپ این مشکل رو اینجوری حل میکنه، داماد عقب افتادش رو که نمیتونه حتی یک بیلدینگ، یک ساختمان تو آمریکا رو که باباش پول داده خریدن موفق نگه داره، این شده مسئول صلح میدل ایست خاورمیانه. ای خاک بر سر من که از خاورمیانه باشم، ای خاک بر سر شما که از خاورمیانه باشید. و این جرد کوشنر صهیونیست مسئول اون باشه. و اما فرانسه کشورهای اروپایی را به مشارکت در بازدارندگی هسته‌ای فراخوان. همه اینا خودشون بمب اتمی دارن، میگن کشورهای دیگه نداشته باشه. تنها کسی رو که من دیدم و باهاش صحبت کردم، آقای جان کری، وقتی که داشت برای ریاست جمهوری ران میکرد و اینها، و بعدم که شد وزیر امور خارجه آمریکا، این گفت همون ضرب المثلی که رطب خورده من رطب چون کند، گفت ما که بمب داریم نمیتونیم به دیگران بگیم بمب نداشته باشیم. اگه میخوایم بمب نداشته باشیم، ما و روسیه باید بیام جلو بگیم ملت این چیز بدیه، ما میریزیم دور، شما بریزیم دور. حالا تا اون پشت فوری برش میگردونن میگن نه. خلاصه اینم از این. فرانسه کشورهای اروپایی رو اینجوری. و آخرین نبرد در استان ادلب، این همون حلب خودمونه، من چند بار پرسیدم کسی نگفته این ادلب سوریه، همون حلبه که ما میگیم حلب، فکر کنم سعدی زیاد میرفته اونجا. آخرین نبرد در استان ادلب، سراغب نیز به دست ارتش بشار اسد افتاد. خب به نظر میرسه که بشار اسد داره پیش روی میکنه. و اما میگه What's happening؟ میگه که دو نفر کشته شدن در قطاری که توی ایتالیا از ریل بیرون رفت. های سپید تریل دریلمن، دریلمن یعنی قطار از چیز میره بیرون. ناگفته نماند که خانم نانسی پلوسی گفت این ترامپ مثل قطاریه که از ریل رفته بیرون. قطاری که از ریل رفته بیرون، اولین کاری که میکنی شما باید چیکار کنی؟ باید نگهش داری، چون میزنه به این ور اون ور، بعد بکشی بیاری بندازی تو ریل. این سناتورها اشتباه کردن، این رو نگه نداشتن. حالا ببینیم به کدوم شهر رو به کدوم دیار میزنه. و اما برزیلیان جاج دیسمیس سایبر کرایم اندایمنت اف یو اس جورنالیست گلن گرینوالد. اسم گلن اومد یادم افتاد، به این آقای غلام ترشیزی، غلام، بله، میگن نه ادلب در غرب حلب است. خیلی ممنون آقای سیاوش خان. و غلام ترشیزی، من چند مدت پیش، دو هفته پیش برایش یه چی فرستادم، نوشتم که ننگ خجالت به شما، به آقای فیلابی، به اون دوستون پرام، به اون دوستون حسین که ساکت نشستید، که این مجاهدین هر کسی رو که یک کلمه برخلافش رو صحبت کنن میگن این مزدور جمهوری اسلامیه، و با این کارتون دارین مردم رو مجانی میکنین مزدور جمهوری اسلامی. ولی آقای فیزیست ما جواب نداد. چرا؟ یعنی وقتی سوربی میگه خجالت، ایشون داره خجالت میکشه. اگه خجالت نمیکشی آقای غلام ترشیزی، این گوی و این میدان. ولی میدونم که شما وقتی میخوان برین یه جا، باید برین اول از ولی فقیهتون سازمان مجاهد اجازه بگیرید که آیا اجازه دارید برید مصاحبه یا نه. اگر فکر میگی من اشتباه میکنم، بفرمایید بیان صحبت کنید تا مردم بفهمن که شماها آزاد هستید، ایندیپندنت، مستقل هستید، نیستید و نبودید، و به همین خاطر سازمان مجاهدین به یک فرقه تبدیل شده. خب اینم از این. بریم سراغ بعدی. میگه که دوستان، نمیدونم شما هم اتفاق افتاده براتون، میرید مهمونی، میرید با دوستاتون بیرون، بعد میبینید یه نفر به هیچ کس اجازه نمیده صحبت کنه. شما ممکنه باورتون نشه، من بعضی وقتا تو مهمونی ها بهم میگن که سوربی تو این همه تو برنامه حرف میزنی، چرا اینجا حرف نمیزنی؟ میگم من معمولا اینجا گوش میدم، چون شما نگذاشتید من حرف بزنم، و بعد رفتم تو برنامه حرف میزنم به خاطر اینکه شما نمیذارید اینجا صحبت کنم. ولی از شوخی که بگذاریم،
میگن خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری 800 سال پیش آداب سخن گفتن رو اینجوری شرح میده. آداب سخن گفتن باید که بسیار نگوید، یعنی زیاد حرف نزنیم. البته اینجا میگن یک دهن داری دوتا گوش، یعنی دو بار گوش کن و یه بار حرف بزن به این اندازه. حلب ایست علپه علپه. آها مرسی، خیلی ممنون. بله به سخن آها. و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند. این اشکال منم دارم، نمیذارم دیگران کامل صحبت کنن، میپرم وسط حرفشون. این از بیمنطق بودن ما هست. اگه منطق داشته باشیم با خیال راحت میذاریم طرف صحبت کنه، ولی ماشاءالله اونا هم تموم نمی کنن، همینجوری حرف میزنن. بهترینش اینه که یک کسی مادریتور باشه، ساعت نگه داره، وقت بگیره، یا یک کسی بگه آه شما صحبت کردیم، ما میریم بیرون، یه دوستی مثلا میاد یه چیزی رو میگه، نفر بعدی میخواد یه چیزی بگه، دوباره میگه در رابطه با این موضوع اون حرف میزنه. و اما اگر یه جوکی یه نفر میگه، یه داستانی میگه که شما شنیدید، این رو داره میگه آقا این خواجه نصیرالدین طوسی میگه وقوف، میگه و هر که حکایتی را یا روایتی میگه که شما بر او واقف هستید، وقوف خود را بر آن اظهار نکنید تا آن کس سخن به اتمام رساند. آقا یه کسی جوک میگه، اولا دوستان ایرانی یه جوک که میخوان بگن میگن شما این جوک رو شنیدی؟ آقا نشنیدیم. نپرس که اگه کسی هم شنیده نگه شنیدم، بگو دیگه جوک تو، این جوک شنیدی؟ که یه نفر همه تا میگه یه نفر رو میگه خب آقا بگو ترک بود، اون یکی میگه آقا بگو شیرازی بود، بگو لو. بعد بعضی ها هستن جوکری که اون یکی میخواد بگه، این یکی میپره شروع میکنه میگیره و تموم میکنه، میگه آقا بذار اونم حرف بزنه. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. البته این آفکام آقای شهریار قمبری گفته بود سالها پیش، ولی به این نتیجه رسیدیم که من و تو خیلی گفتیم، کم عمل کردیم. خب این از این. بریم سراغ نوشته های بعدی که گذاشتیم اینجا. بله عکسایی بود که امروز برای من فرستادن از این مادر بهشتی ها، مرتضی و مصطفی. واقعا قلب آدم، یعنی چی میگن، اشک در میاد که چرا یه سازمانی اینجوری. آها برنامه آقای شهرام ایران بومی، ویدیوهاشو حتما میبینید که بین ویدیوها پخش میکنیم، و خیلی از دوستان تشکر کردن، گفتم آقا به خودش هم بنویسید، از خودش تشکر کنید. و دیوار ترامپ رو باد برد، اینجا گفتم استیزا، پاره کردن کاغذ. و اما دکتر شهرام ایران بومی یک نوشته ای از اون زمانی که فرزند ایشون پسرش به اصطلاح در تصادف اتومبیل از بین رفت و فوت شد و به ایشون ویزا ندادن بیاد اینجا، ایشون داره فعالیت میکنه، میگه دیگه از برای من نیست، برای دیگرانه. و شکایت کرده برای اولین بار یک آلمانی در آلمان از ترامپ شکایت کرده و اینجا هست. اینجا هم نوشته، من براتون این قسمتشو میخونم، کامرای 3. بله میگه که آقای اترنی سید ایران بومی is filing criminal charge against US President Donald Trump in Frankfurt for not being able to grieve at his son's grave. میگه که به خاطر اینکه ویزا بهش ندادن که بیاد در خاکسپاری و مراسم یادبود پسرش شرکت کنه، شکایت کرده. و اینو روزنامه های فرانکفورت هم نوشتن. من توی همون هفته ای هم که در فرانکفورت بودم، توی ماه نوامبر بود، توی ماه نوامبر دوبار توی این جلسات رفتم و دیدم که حتی مجلس فرانکفورت هم یک قطعنامه صادر کرد که از سفیر آلمان میپرسیم و این بی احترامی به کشور آلمان و به مردم آلمان هست. این نوشته انگلیسی رو اگه بتونم یه جوری براتون میذارم روی این، ولی حالا با مجله آلمانیش فرانکفورتر لینکش رو
برای شما اینجا میذارم. دوستانی که مثل آقای اکبری توی آلمان هستن اگه لطف کنن اینو برای دیگران بفرستن، چون دیدم که خواهر آقای ایران بومی هم یه پتیشن یا یک تومار یا یک استشهاد میگفتن در ایران اون رو درست کرده که شما اگه بتونید این رو امضا کنید، هرچه امضا بیشتر باشه تأثیرگذارتر است. و اما فرانکفورتر نیو پرسس، اینجا من تو این برنامه بودم اون روزی که این مال آگست و اینها باد مال جولای باد باشه، این جلوی یک خیابون این برای مجلس فرانکفورت بود، یه محل خیلی شلوغی هست که الان اسمش یادم رفته، بذارید ببینم اینجا نوشته راشتن والد آس فرانکفورت دونالد ترامپ. بله نمیدونم، اگرم محلش نوشته آلمانی من دیگه خوب نیست، نمیتونم بخونم، اون وقتا یه کلمه میفهمیدی. این روزا هم که وقتی میای پایین انقدر تبلیغ وسط اینا گذاشته که دیگه آدم نمیتونه اصل ماجرا رو بخونه. در صورت لینکشو براتون گذاشتم اونجا، اینه که خانم شیوا ایران بومی خواهر ایشون یک پتیشنی رو، ولی لینکش بروکن شده یا باید دوباره اینو بذارن یا شاید میدونی که اینا یه مدت زمانی بسته میشه، حاصل اون رو میبرن به مقاماتی تحویل میدن تا به اصطلاح اونها اگر میتونن که میتونن کاری انجام بدن. اجازه بدین من این فرایدی هفتم رو براتون روشن کنم، این آدرس ایمیلمون، این شماره تلفنمون، این وبسایتمون و این یکی هم که هیچ کدومتون دوست ندارید، پیپال، how to به اصطلاح support. از اون دوستی که از کانادا حمایت کرد ممنونم، به وسیله مانی اوردر $50 فرستاده بودن، خیلی راحت و خوب. از اون دوستی که فرستادن ایشون لطف کرده بود ولی بانک کانادایی ما نداریم اینجا نتونستیم و برگشت، خواهش میکنم که اگر مایل هستن یا با مانی گرام یا با وسترن یونیون یا از طریق پستخونتون اون مانی اوردر که خیلی هم ساده است لطف کنید بفرستید. و اما نمیدونم شماها چقدر بیننده برنامه من هستید، یه فیلمی آمد به نام مارمولک، طبق معمول ایرانی ها هیجان زده، آی سوربی فیلم مارمولک رو دیدی؟ گفتم نه من حوصله فیلم های ایرانی ندارم. گو آقا باید ببینی، اصلا دیگه آخوند تموم شد. ما رفتیم نگاه کردیم گفتیم این فیلمی که به نفع آخونده بود، نشون میداد حتی آدم بدم اگر برای چند روز لباس آخوندی میپوشه خوب میشه. نه آقا شما به عبارت دیگر از سوی دیگر فیلم مارمولک و آدم برفی به دستور حکومت ساخته شده بود، باورتون میشه؟ اینا هفته پیش، سه روز چهار روز پیش اومده، فیلم مارمولک و آدم برفی به دستور حکومت ساخته شده بود. اینم از این. احمد علی مسعود انصاری مصاحبهشو اونجا گذاشتم، از امروز تا دوشنبه هم بین برنامه‌ها پخش میشه. برنامه شماره 256مین ویدیو یا پروگرام آقای حسن ارشاد هم به دستمون رسیده، اونم بهتون نشون میدیم در رابطه با آقای احمد علی مسعود انصاری. اون 10 دقیقه آخر ویدیوشون که چیزای قبلی رو که من دیده بودم ندیده بودم، راجع به رابطه شریعتی و شاه، رابطه شریعتی و شاه بودن و اینکه پسران اینها امروز با هم دارن تبانی میکنن، ایشون صحبت کرده در رابطه با شهریار آهی سازگارا که ایشون میگه شهریار آهی یه آدم بیشرفه، ولی حالا بازم صد رحمت به سازگارا. سازگارا هم این برای خونه ما خونه ده. انتخابات آزاد در ایران. بعد دنباله همین برنامه ها رو آقای انصاری توضیح میده که اینا که مدعی ریفورم یا اصلاحات هستن و میخوان در ایران انتخابات آزاد را بندازن، خودشون تو فرانسه تقلب کردن، برید راجبش بخونید. و بالاخره درباره ققنوس صحبت میکنه، ققنوس همین فینکس اینجا رو فکر کنم که پرندهی که از خاکستر و آتش خودش دوباره جون میگیره، ولی گویا ققنوس شاه اللهیا در آتش رضا پهلوی و دیگران سوخت و از بین رفت. دوستان
چه خبر از ایران؟ نظر شما چیه درباره این اوضاع و احوالی که هست؟ دو سه تا اتفاق بعد افتاد، یکیش بهمن در ترکیه، یکیش یه هواپیمای اومد نشست، وقتی نشست شد سه قسمت، ولی خیلی کشته نشدن گویا دو سه نفر که جای شکر. و از این ور این ترامپ شالاتان باز مال همین ونزوئلا رئیس جمهوره، نه اون کسی که انتخاب شده بود تو مجلس بود، اون کسی که این انتخابات اینا خیلی یکی میاد میگه من انتخاب شدم، اون یکی میگه نه رأی‌ها رو دزدیدن من انتخاب شدم. خلاصه اون آقای جوانی که اسمش هست گوادو، این اسمش عکسشم بهتون نشون بدم، اینو توی مراسم State of the Union هم ازش تشکر کرد و خیلی براش دست و اینها. و حتما میدونید چرا، میدونید که الان آمریکا بزرگترین دارنده نفت و گازه، اولینه، ولی ونزوئلا تا چند سال پیش نفت مجانی میداد به خانواده‌هایی که سوخت نداشتن تو آمریکا زمستون. یه آقایی هم بود مال فامیلی کندیا مسئولش بود، میگه وایت هاوس این آقای پرزیدنت جوان رو مال ونزوئلا رو دعوت کرده و گویا دیروزم توی کاخ سفید بوده، حالا ببینیم که نتیجهش چی میشه. این جیم آگوستا کسی که با ترامپ در افتاد و بعدم کتاب نوشت و ژورنالیست یا خبرنگار قوی هست، گفته که وایت هاوس افیشال سید رامنی اناونسمنت دید نات ایمپکت د دیسیژن تو بله، میگه که این رامنی، اگر رامنی براتون مهم نبود چرا اینقدر خودتونو جر دادید. و خلاصه روزگار غریبی است، خبرها وقتی میاد هنوز این یکی نیومده یکی دیگه و الی آخر ماجرای فلسطین و اینها، دوباره این طرحی که اینها دادن با وجودی که حکایت از دو استیت بودن میکنه، ولی به اینا میگی شما به این شرط به این شرط به این شرط میتونی یک کشور داشته باشی، اینم کشور اینقدر که ما گفتیم. طرف میپرسید آقا این شرطایی که شما گذاشتید برای هر کشور دیگه در جهان بذارید اون کشور کشور نیست، از جمله عربستان سعودی. بعد طرف گفت حالا ما مشکلمون عربستان سعودی نیست، مشکل فلسطین و اسرائیل. اومدن میگن اسرائیل تمام این جای دیدید چجوری زود میگرفت و میساخت و از روسیه بیا از این ور بیا از اون ور بیا بیا برگرد کشور خودت و فلان بسار اینا، و یکی پیدا نشده که تا امروز به من بگه آقا این هیتلر پدر سوخته احمق اومد این جنگ را انداخت اینا در به در شدن. تازه کجا در به در شدن؟ از اون هلندی که بودن، از اون اتریشی که بودن، اومدن این ور اون ور اومدن آمریکا. شما به من بگید قبلش چرا این دوستان کلیمی یهودی صهیونیست در سر تا سر جهان بودن و توی فلسطین و اسرائیل نبودن؟ برید فیلم رو نگاه کنید که خود گولدن مایر میگه که من پاسپورت فلسطینی دارم، یعنی این کشور بوده پاسپورت صادر میکرده. دو تا فیلم نگاه کنید، دو تا مقاله بخونید. یه دوستی گفت آقا صحبت از دکترا و اینا بوده در یه جمعی، گفتم بابا درسته این سوربی دکتر نیست پی اچ دی نداره، ولی از همه شما روزانه بیشتر مطالعه میکنه، بیشتر سرش تو این سوراخ سوراخ خبرها رو در میاره. برید نگاه کنید اون ویدیوی مال گولدا مایر پیدا کنید که میگه من پاسپورتی که مسافرت کردم پاسپورت فلسطینی بوده. خب اگه دولتی بوده وجود داشته چرا یه دفعه شما اومدید بعدم میخواستید بگیرید آقا بیا برو استان نوادا اینجا این همه صحرا افتاده بکن اونجا رو اسرائیل؟ چجوری آمده مثل یه قده سرطانی و اسرائیل با این همه سال 70 خورده سال هرچی که هست اونجا هست هنوز مرزاش معین نیست؟ و اگر خواستید ببینید که سازمان ملل قدرتی داره یا نه، فقط برید اینو گوگل کنید، رزولوشن هایی که قطعنامه هایی که بر علیه اسرائیل صادر شده و هیچ کاری انجام نشده. خب و اما Palestinian team killed by Israel forces، دوباره جوان فلسطینی کشته شد با اون. اینم ونزوئلا فورین مینیستر کاندم وایلنت ترد بای پرزیدنت ترامپ. این ترامپ اینجا صحبتایی که میکنه دنیا رو داره با آشوب میکشه. وزیر امور خارجه ونزوئلا
کاندم یعنی مثل سرزنش کردن و اینها میشه. گفته که این کار درستی نیست که سوریا هم که اینترسپت هاستایل تارگت اوور ها، این هم ماجرایی که بهتون گفتم توی سوریه و اسرائیل و اینها الان خیلی ناجور شده و خبر صحیح از داخلش بیرون نمیاد، از اون ور نفوذ روسیه پوتین، از اون ور دخالت آمریکا و اسرائیل. و اما couple attend on wedding، و یک زن شوهری با مثل برنامه تلویزیونی ما از طریق استریمینگ، این استریم یعنی مثل جاری بودن، مثل به رودخونه های کوچیک هم استریم میگن، آبی که روونه استریم میگن، اینجوریه جریان چیز هم که میشه جریان برق، نه جریان اون میشه کورنت، نمیدونم چرا اون کورنت این استریم، نه مهم خیلی چیز هست نمیدونم. وقتی به اون میگن کمدان یا نادان نباید ناراحت بشیم، ببینیم چه چیزی رو نمیدونیم، اگه نمیدونیم تازه از طرف تشکر کنیم، آقا خیلی خوب شد اینو من گفتی، من اینو نمیدونستم، در این قسمت من نادان بودم، کمدان بودم، کم میدونستم، رفتم یاد گرفتم. و میگه که یک زن و مردی از طریق وبسایت و استریمینگ ازدواج کردن و با مهموناشون بودن به خاطر همون ماجرای و یا لایو استریم اوور کرونا ویروس فیرز، از ترس کرونا ویروس کرونا. اینم از این ماجرا. و ساعتم شد 3:52، اجازه بدید که من اگه بتونم عکس ها رو فرستادم بنی صدر راه حل خروج، بله آقای بنی صدر هم گفته راه حل خروج از یاری طلبی از بیگانه رو پیدا کرده، آفرین بر شما آقای بنی صدر، بعد از 40 سال تازه شما راه حل دارید میدید که چگونه از بیگانگان کمک نگیریم. بعد من به طرف میگم خب آقا اگه اینجوری بلند شید برید ایران، میگه آقا میخوایم ما کشته بشیم، خمینی از بیگانگان کمک گرفته بود، میگیم خب برو شما بگیریم، کسی ما رو قبول نداره. بله، زیر گرفتن سربازان اسرائیلی در بیت المقدس 12 نفر زخمی شدند. آیا می توان زبان را دزدید؟ این در رابطه با افغانستانه که رئیس جمهورش گفته ایرانی ها زبان دری رو از ما دزدیدند. و اما نطق سالانه ترامپ، دفاع از کشتن سلیمانی و دعوت دوباره ایران به مذاکره، نانسی پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد. و اما این پتیک این روزا مخصوصا داره خونه میسازه، خیلی کم وقت داره برنامه رو نگاه کنه، اگرم نگاه میکنه خیلی نظر نمیده. این یه نوشته ای نوشته بود خیلی جالبه، برای آقای تیمسار آریانپور نوشته بود، نوشتهش اینه، میگه که امیدوارم شما به همراه خانوادتون خوب باشید، مدتیست به دنبال حقوق سربازان و درجداران وظیفه که در ارتش شاه انجام وظیفه خدمت و یا بیگاری کرده اند میگردم. امیدم به شما چون از همه لحاظ با انضباط‌تر، بایگانی بهتر و خلاصه از همه بالاتری. تنها کمکی که میتونم به من نه با آقای آریانپور و من یه روز آقای آریانپور با این مدارکی که داشت با اون چمدون‌های مرتب و اینها دیدم که ایشون چقدر قشنگ اینها رو بایگانی میکنه. و نوشته که برادر من سال 1351 گروبان 3 بوده با پایه حقوق 250 تومن، خود پتی گروبان 3 بوده سال 1353 با 747 تومن که در آخر 54 به 850 تومن ارتقا پیدا کرد. سرباز بدبخت که یک خانواده به امید او بودند، سرباز صفر، با حقوق ماهیانه 133 ریال، یعنی 13، تازه این زیاد بوده آقا، اون موقع والا ما تو هوابرد دیده بودیم یه تومانی بود، یه دوزاری بود، یه دشایی بود، قابش هم گرفته بودن این احمقا، من نمیدونم به چی افتخار میکرده. بمانه اینو داشته باشیم، 133 ریال که آن هم توسط فرمانده بیرم و یا سرگروهبان گداگشنه به تاراج میرفت. از فرزند خاک بر سر شاه بپرسید آیا همین یک رقم برای سقوط شاه کافی نبود؟ اون وقت شما برید به خاطر 40مین سال انقلاب با 40 نفر مصاحبه کردن، یکی از این نفرات آقای نوریزاده است، میگه من سال 1357
از روزنامه اطلاعات که سردبیر بودم و از روزنامه فلان. اولا یه جوون 29 ساله ببینید چه مملکت خرطوخری داشتیم، سردبیر یه روزنامه بوده، اون یه جای دیگه هم کار میکرده، میگه من ماهی 300 400 هزار تومان میگرفتم سال 1357. اون وقت حقوق من دبیر هنرستان، نه معلم ها، دبیر از هنرستان از معلم بیشتر حقوق میگیره، تازه ما حق فنی هم میگرفتیم بیشتر از دبیر معمولی، 3000 تومان بود، 3000 تومان سال 57. باریکلا به ترامپ گفتم آقا تو یه پاراگراف می‌نویسی، یه قطعه می‌نویسی، از یه مثنوی 70 من بهتره. دوستان مثنوی 70 من منظور وزن نیست، منظور اینی که 70 بار توش من گفته. برید بخونید، برای دیگرانم بگید. میتونید در تلویزیون مردم برنامه خودتون داشته باشید، حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. روز روزگار بر شما دوستان شاد باشه و سلامت باشید و با امید روزهایی بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی که با تلویزیون مردم بودید، این ویدیوها رو برای دیگران هم ارسال کنید، با امید دیدار شما چه در تلویزیون چه در جاهایی که عمومی هست و همدیگر رو میبینیم. ساعت 16 برنامه آقای حسن ارشاد از تلویزیون مردم پخش میشه. مرسی.